خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. میدونم داشتن اوقاتی خوب در این شرایط جنگ، دو تا جنگ الان در دنیا به اصطلاح در حال انجام هست که هر دوش هم به وسیله دو تا یهودی صهیونیست، دو نفر که کارشون قرار بوده به دادگاه بکشه، آمدن یک چنین بلایی رو سر دنیا آوردن. اون آقای زلنسکی در اوکراین که چقدر از آمریکا پول گرفته، تا حالا دیگه مردم آمریکا هم شاکی شدن، و این یکی هم آقای بیبی نتانیاهو که سالهای ساله با دشمنی به ایران و نمیدونم این که بذارید من اینو یه مقداری کوچکش کنم که ببینم سه شنبه رفته از چیز بیرون، ببینم اینجا بهتر میشه یا نه. سه شنبه برگرد بیا افکت چهار. بله، شما ببخشید به ما که چون استودیوی ما یه نفره است و همه کارها رو خودمون انجام بدیم، یه مقداری بعضی اوقات، نه همیشه، کارها نامنظمه. البته وقتی برنامه دوستان رو میبینم که چقدر اونها نامنظم، اصلا ناآگاه، کارندان به جای کاردان کارندان هستن، آدم یکم به خودش میاد و خوشحال میشه. ولی این باعث میشه که تازه ما رو هم ببره عقب، بگیم بابا نگاه کن از ما بدتر هم هست. همیشه میگن با همنشین خوب نشین که وضع شما بهتر شود. اینا همنشین های بد هستن. دوستان، امروز همون جوری که میبینید شما میتونید مستقیم از طریق اسکایپ هم تماس بگیرید، به شرطی که هم صدا داشته باشید هم تصویر، و ما هم اجازه داریم که صدا و تصویر شما رو بیاریم اینجوری روی صفحه. یعنی شما به جای این علامت OBS صدا و تصویر شما میاد کنار هم دیگه، یک صحبت دوستانه خواهیم داشت. در ابتدای برنامه اجازه بدید که من به یکی از دوستان خوب، دوستان قدیمی که ایشون هم معلم بوده و هستن، این آمریکایی ها یک مثلی دارن، مثلا میگه once crazy always crazy، میگه یه بار یه نفر دیوونه باشه همیشه دیوونه است. این رو من در باره معلم ها استفاده میکنم، میگم once معلم teacher always a teacher. کسانی که از اون لذت و عشق معلمی بهرهی بردن و میدونن که چقدر خوبه، من همش نگاه اون بالا میکنم، دوربین قبلیمون اونجا بوده، متاسفانه کار نمیکنه، دادمش تعمیر. این روزا هم چیزایی رو که میدی تعمیر بندازی دور بری یکی دیگه بخری بهتره، چون اون بنده خودم هی زورشو میزنه، هی بهت میگه دارم روش کار میکنم، بعد یه مدت دیگه اصلا دوربینه از مدار میره بیرون. البته دوربینه رو خیلی وقتی نبود که خریدودیم، همین دوستمون کمک کرد خریدیم، فکر کنم یک سال هم نیست. در هر صورت این دوست ما که یک خانم دبیری هست و سالهای سال برای بچه های ایران زحمت کشیده، مادرش رو از دست داده. من بهشون تسلیت میگم و چه تصادفی که اینها خانواده گلپا هستن. و میدونید گلپا و گلپایگانی و اینها توی ایران فامیل زیادی داریم تو شهرهای مختلف و اینها، ولی از اون طرف هم آقای علی اکبر گلپا فوت شد که باز ایرانیان احساساتی چه برنامه‌ای را انداختن، ستاره نمیدونم پرنور ایران، آقا یکی میره یکی میاد. این بنده خداها هم تو اون دور زمانی که هیچ کسی نبوده و رقابتی نبوده و اینا هم شانسی آوردن و یک کسی شناختتشون بردتشون تو رادیو تلویزیون. اینقدر خودتون اذیت نکنید، اینقدر الان هستن خواننده های خوب تو ایران که فرصت ندارن این بیچاره ها حتی روی زمین، نمیخوان برن تو رادیو تلویزیون، روی زمین توی خیابون بخونن، مجبورن برن زیر زمین برنامه اجرا کنن. یکم انصاف داشته باشید. آقای حسن عباسی
که اسمتو گذاشتی نمیدونم داوید چی میگن دیوید زرتشت یا هر چیز، این اینا اسم من خوله، نوشتی که این پدر سوخته ها به وصیت گلپا عمل نکردن. آقا من وصیت کردم وقتی مردم آتیشم بزنم جعبه خاکستر من رو شما ببری بذاری بالای برج ایفل، اون میله نازکه هست بالای اون، من میخوام. اینجوری نیست وصیت. یادتونه که یه آقای چند مدت پیش که گویا علاقه شدیدی به ایران داشته، حتی بعد انقلاب هم ایران بوده ولی بعد اومده آمریکا و اینها، یه استاد دانشگاه بوده، ایشونم وصیت کرده بود که در یک جایی از اصفهان خاکش کنن. آقا اینجوری نیست، زمانهای قدیم هر کسی میمرده اگر مزرعه داشتن یک کنار مزرعه قبرستان خانوادگیشون بوده، اگر نداشتن تو همون خونه کوچیک اون پشت توی باغ و اینها خاکش میکردن. یه دلیلی که اصلا این باغ و باغچه و اینا هست همینی که اینا رو خاک کنن، این بدنش اونجا وقتی که از بین رفت و تبدیل شد به کود و نمیدونم اینها قوت بده به باغچه و باغ و این چیزا. این درخواست های احمقانه رو اونم موقعی که حاکما احمق هستن نکنید. آقا این گفته بود من میخوام فلانجا دفن بشم، حالا بردن گذاشتنش کنار آقای مرجویی. بعدم آقای گلپا 90 سالش بوده، این نوح که میگن عمر نوح، اون وقتا به اشتباه میگفتن 900 سال، اون وقتا حالشون نبوده، هر یه ماه رو میگفتن یه سال. آقای نو 900 ماه عمر کرده، شما 900 رو تقسیم بر 12 بکنید من الان براتون انجام میدم. این ماشین حساب من از آلمان خریدم 8 مارک 1986 1986، هنوز کار میکنه. اوکی قرار شد 900 رو تقسیم بر 12 ماه سال کنیم. بله، فکر میکنید حضرت نو چند سال عمر کرده؟ 75 سال. حالا آقای اکبر گلپایگانی رو من 2 سال پیش 3 سال پیش اتفاقا یه نسبت فامیلی، نه یه نسبت دوری هم با ما داره، مثلا پسر ایشون شوهر دختر یکی از دوستان ما هست، حالا دیگه فامیلش اینا رو نمیگه. آقای نو 75 سال عمر کرده، آقای گلپا 90 سال عمر کرده، دیگه شما کم مونده بود بنویسید جوان ناکام بعد از این همه ازدواج و نمیدونم طلاق و اینا. بعد تازه چند سال پیش که ایشون اینجا بود یه چشمش مصنوعی بود، اصلا فکر کنم مرض قندی چیزی داشته به موقع عمل نرسه، نمیدونم، نمیخوام براشم داستان بسازم، خدا بیامرزش، خواننده خوبی بود، یکی از اونایی بود که من خانواده‌ام داداش من مخصوصا شعرهای اینو میخون، خیلی هم داداش من صداش خوبه. و آقا مرد، تموم شد، get over، وابدین. در صورت من وفات مادر این دوست خوبمون رو، خانم گلپا رو، به اصطلاح نمیدونم حالا فامیل مادرشون هم گلپا بوده یا نه، در صورت من وظیفه خودم دونستم که تسلیت بگم. من به هیچ کس نمیگم انشالله غم آخرتون باشه، اگر این فوت مادرتون غم آخرتون باشه یعنی غم بعدی خودتون هستید. میگم ما رو در غم خودتون شریک و سهیم بدونید، از طرفی میگم اگر کاری هست ما انجام بدیم. خیلی ها وقتی فوت شدن میگن مثلا مادر من یه مقدار وسائل داره اینا مونده، اگه شما کسی رو میشناسی خانواده‌ای که احتیاج دارن بیان بردارن اینا رو ببرن. خب این کار زیباییه، کار قشنگیه، به جای اینکه حالا هی بیاین دروغ و راست کنیم که نمیدونم مادر من فرشته بوده، پدر من اصلا خدای روی زمین بوده، همه اینا انسانن، یه روزی میان یه روزی هم میرن. برنامه های دکتر هولاکویی رو نگاه کنید ببینید که
چی میگه؟ میگه طبیعت یا خدا هرچی زندگی رو زندگی قشنگی نساخته، ساخته که ما اینجوری رنج ببینیم، رنج بکشیم. بذارید من ببینم اصلا ما روی ایر داریم پخش میشیم یا نه. بله، سید افضل هاشمی هست. آقای هاشمی، من رو فیسبوک به خاطر که یه چیزی حقیقی راجع به اسرائیل نوشتم تا 26 روز دیگه به اصطلاح ممنوع. اینا که تو ایران گریه میکنن اوه خدا ما رو ممنوع بازی کرده، پاتو بزن آمریکا، یه کلمه حرف بزن ببین چی کارت میکنن. 3 روز بازداشت، 10 روز بازداشت، 12 روز بازداشت. حالا امروز صبح، دیشب، نیمه شب اون 3 روز بازداشت ما تموم شده بود. حالا صبح اومدم بزنم برنامه زنده رو با فیسبوک، نوشته شما 26 روز دیگه تو زندان هستی. میگم آخه پدر سوختا، شما هم شدید مثل آخوندا حکم میدین، حکم رو بعدا خودتون عوض میکنید. میدونید که آخوندا این کار کردن سال 67، یه کار بسیار زشتی انجام دادن که آیت الله منتظری هم بهشون گفت، گفت این جنایت به اسم شما در تاریخ نوشته میشه و این بزرگترین جنایت، کشتار افرادی که حالا از نظر دادگاه شما گناهکار، از نظر دادگاه شما مجرم شناخته شدن، جرمشون هم بهشون گفتی 2 سال زندان، 10 سال زندان، 15 سال زندان، توی زندان هم شما میرین اینا رو میکشین بیرون و اعدام میکنین. ما داستان 1367، بیشتر اینها هم مجاهدین بودن، چون هممون میدونیم یه نفر از این سلطنت طلبا نه تو زندان بوده نه کار مهمی انجام داده. اینا قبل از شاه در رفتن. میگن یک کشتی که سوراخ میشه میخواد بره زیر آب، اول موشا فرار میکنن. همه میگن مگه موش هست تو کشتی؟ بله، اونجایی که اون برنج و غلات و نمیدونم خوراکی‌ها و اینا رو میذارن که معمولا پایین کشتی هست، این موشا هم اونجا هستن و اگر هم سوراخ میشه اول آب میره اونجا. اونا هم تا اینو میبینن پا به فرار میذارن، در میرن و یا علی مدد. این اطرافیان شاه اینها موشهای کشتی حکومت پادشاهی ایران بودن، تا تقریب توقی خورد در رفتن. کاپیتان هم که شاه ترسو والا مقام. و اما خب بله، خوشحالم برنامه گذاشتی. بله من اصلا اگه ببینید حالم هم خیلی بده، گاهی وقتا هم که ببخشید یک ضرب المثل بدی هست، میگن ملا نصرالدین وقتی بیکار میشد سوزن میزد به بیزه خودش و شروع میکرد فریاد زدن، آخ بیزم درد میکنه، آخ. هر کی میاد میگه خب چطور شده، از الاغ افتادی، ماشین زده به چی شده؟ میگم نه خودم سوزن زدم، حالا منم رفتم سوزن زدم توی دستم. ولی که ولت نمیکنن، هر روز مخصوصا وقتی سنت بالای 65، یکی میخواد کفن بهت بفروشه، یکی میخواد قبر بهت بفروشه، یکی میخواد بیمه دوم بفروشه، بیمه سوم، بیمه صدوم، گوشی، چشم، نمیدونم فلان بیسار، اینا بگذاریم. از اون گذشته اون جایی که شما ازشون دارو میخری، داروخونه‌ها، اونا ولت نمیکنن، چون بیمه‌ای که شما داری بیمه بازنشستگی نسبتاً بیمه خوبیه، یه سری چیزا رو به اینا پول خوبی میده، اینا هم هی برات مینویسن مثل سوربی بیمه فلون، واکسن فلون نزدی یا؟ میگم آقا من نمیزنم. واکسن شینگل نزدی یا؟ من نمیزنم. واکسن RSV نزدی یا؟ گفتم بابا این RSVP اون وقتا برای مهمونی ها استفاده میکردن، این چیه؟ بعد گفت نه RSV برای دستگاه تنفسیه، برید اگر نزدید برید بزنید ببینید اگه من. خلاصه ما پنجشنبه رفتیم زدیم، خیلی هم خوشحال تا جمعه و شنبه گفتیم نه بابا ما قوی هستیم، هنوز کشتیگیر بودیم بچگی یا هنوز یکم اینجوری، چشمتون روز بعد نبینه. از یک شنبه که پریروز بوده کله و همه دونگ، این همه 7 سوراخ، میدونید که خدا ماشاءالله فتبارک الله احسن القالبین تو اینقدر را 7 سوراخ ساخته، اون وقت اون باقیه بدن دوت، ما 9 سوراخ داریم کلا. البته بعضی ها دیگه سوراخ هاشون بیشتره چون استفاده های بیشتری براش دارن.
همه این 7 سوراخ ما چیز شده، بسته شده، نفس نمیتونم بکشم، باید از این آب نبات های ویکس رو نمیدونم این چیزا. در هر صورت ممنونم که شما اینجا هستید. ببینیم چی میگه. چه درش اینه دیگه، مشکل صدا نخواهید داشت در یوتیوب، فیسبوک مال نمیتونم اون آخری رو بخونم. آقای فردوسی توس، خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید. حالا داشتم اینو میگفتم، اگه لطف کنید برای دوستانتون، هرچند دوستم ممکنه 1000 تا نداشته باشین، کم داشته باشین، ولی همون 3 تا دوست بذارید و بنویسید آقا اینو بلاک کرده، بیان با هم همکاری کنیم، پخش کنیم برای دیگران، و من بعد از این یوتیوب ضبطش میکنم دوباره میذارم. امیدوارم دوستان لطف کنن اینو دست به دست بدن. بابا این حکومت خمینی اگه پیروز شد، با پول کپی یه کاغذی میومد در خونه یه نفر، میگفت این 5 تا رو، این کپی رو 5 بار بنویس به 5 تا از دوستات بده. تو اونم نوشته بود اینو 5 بار بنویس به 5 تا از دوستات بده. نمیدونم این عمل توی ریاضیات تساعد بود چی بود. شما ببین، من یکی میاد دستم، من 5 تا می‌نویسم، خب دیگه اون یکی هم نمیخوام، میشه 6 تا میدم بره، این 6 تا میره میشه 30 تا، اون 30 تا میشه 30 تا 5 تا 150 تا. همین جوری، یعنی این یکیه، یه ساعت که صبر میکنی میرسه به 2000 تا، و این جوری بود. در هر صورت دوستان عزیز، اگر موضوعی هست که میخواین صحبت کنید، میتونید امروز آزادانه بیان. من حتی برای این آقای ناصر پاکنژاد پیام نوشتم که اگه میخواین میتونید امروز بیان صحبت کنید، در حد شنونده، در حد بیننده برنامه، نه مهمان برنامه. اگه کسی میخواد مهمان برنامه باشه، باید از قبل تماس بگیره. از قبل ما بهشون احترام میذاریم، ساعت براشون تعیین میکنیم، روز تعیین میکنیم، به دوستانمون مینویسیم که فلان روز مثلا با آقای فرزاد نیساری مصاحبه داریم. صحبت از فرزاد نیساری شد، این انسانی که هم مهندسه، هم اطلاعات چیز عمومی زیاده، واقعا متاسف شدم. امروزم براشون نوشتم، یه فیلمی رو برای من فرستادن توی اینستاگرام. اولا من نمیدونم این اینستاگرام کوفتی چرا زمان ویدیو رو نشون نمیده. شما میخوای بشینی، حالا میخوای ببریش جلو، طرف داره میکروفونش رو درست میکنه، داره صداش رو درست میکنه، داره فلان، شما همجور باید بشینی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اگه یه وقت دست زدی دوباره میره از اول میاد. این اشکاله. من این برنامه رو که درست میکنم روی یوتیوب میذارم، شما میتونی ببری جلو، میتونی بیاری عقب، حتی در زمان برنامه زنده گویا قرار است که یوتیوب شما اجازه بده این کار رو انجام بدید. یعنی اگه من یه چیزی گفتم شما متوجه نشدید، لازم نیست وایسید بعد از برنامه دوباره پخش کنید. میتونید همین الان، اون بهش میگن تایم لاین، تایم که یعنی زمان، لاین هم یعنی خط، این خط زمانی رو که از اول تا اینجا شروع شده، شما این پیکان یا این فلش رو میگیرید، میبرید عقب، میارید جلو، زمان نشون میده. یه برنامه کامله. من نمیفهمم چرا اینا اینجوری کردن. خب در رابطه با برنامه و اینها گفتیم، حالا بذارید باز یک بار دیگه به دوستمون تسلیت بگیم. غم از دست دادن مادر خیلی سخته، ولی چاره‌ای نیست، باید قبول کنیم. و اونها هم به دوران به اصطلاح شادی و به زندگیشون اهمیت بدیم، نه به الان که فوت شدن و رفتن. من هفته پیشم مراسم ختم آقای علی مسلک بود، علی مرشد مسلک، دوست خوبمون، و اونجا به من گفتن شما بیا صحبت کن. گفتم اینقدر حالم بده که نمیتونم صحبت کنم. بعضی وقتا وقت آدم باورش نمیشه، علی مسلک 70 چند سالش بود، ولی خب بنده خدا چندین بار مریضی های سخت گرفته بود، ولی نشون داده بود که بیمارستان کمک کرده، این به اصطلاح مریضیش خوب شده، برگشته. تا همین روزا داشت کار میکرد، یعنی ایشون هر چی من میشناسم، من از 20 چند سال پیش از تلویزیون رنگارنگ با ایشون آشنا شدم، همش کار کار کار. و اما دوستان، آقای
خسرو شکیبی که اسم خودشون سیمان هست، این دوستان یهودی کلیمی اسمای مختلفی دارن. مثلا من و شما اگه بهشون میگیم منوچهر، یه دفعه میبینیم اونجا میشه منشه. ما اگر میگیم مثلا موسا، همون موشه هست. در اصل اونا مهم نیست، اونا مهم نیست. آقای خسرو شکی چند مدت پیش، چندین سال پیش به من زنگ زد که آقای سوربی شما مشکلی داری با آقای زیا آتابای. میتونم بگم 7 سال 8 سال پیش بود. گفتم آقا من با هیچ کس مشکلی ندارم. حالا دیگه چی شده؟ این آقا اومد از ما کار کشید، 600 دلارم بدهی ما رو نداد و برداشت رفت. حالا دیگه چی شده؟ گفت نه هیچ نشده، من میخوام ایشون رو استخدام کنم، یه تلویزیون رو راه بندازم. گفتم شما هم از واشنگتن یه مشکلی هم تعریف کرد، شما هم یه قطبی باشی از اون. گفتم نه بابا ما قطبم نیست، ما یه تیکه یخیم که به زودی آب میشیم. این قطب درویشا داره. در هر صورت گفتم من با هیچ کس مشکلی ندارم. گفت چه خوب، من از همین اخلاقت خوشم میاد، دیدم تا برنامه تلویزیونت باهایی داری، بیدین داری، با دین داری، پادشاهی داری، نمیدونم کمونیست داری، فلان اینا. گفتم خب تلویزیون یعنی این باید باشه، رسانه باید محلی باشه، سکویی باشه که هر کسی میخواد حرف بزنه بره اون بالا، بلنگورم بهش بدی صحبتشو کنه. این پایینی ها هستن که تصمیم میگیرن کی دوباره بیاد صحبت کنه و کی نیاد. حالا شما اینو داشته باشی، یه دو تا فیلم هم برای من فرستادن، منم بهشون گفتم اینجوریه، شما اگه فیلم درست کنی بفرستی، ما تو تلویزیون مردم برای 25,000 نفر که این ور اون ور داریم، اونایی که نداریم نمیدونیم کجا هستن، چون من کپی رایت نذاشتم. میشنفم بعض وقتا تلویزیون های ماهواره‌ای برنامه رو نشون میدن، ممنون از اونم، به ما هم هیچ پولی نمیدن، ما هم پولی نمیخوان. خب آقای خسرو شکیب، گفتم شما اگه بخوای با من مصاحبه کنی، من باید امروز نرم سر کار، بشینم اینجا منتظر شما. من اینجوری نیستم بگم من میرم سر کار، وقتی برگشتم با شما مصاحبه میکنم. شما ممکن اون موقع خواب باشی، اون موقع شما کار داشته باشی، مهمون داشته باشی اینا. گفتم بهترین روش برای شما هم میگم دوستان، بهترین روش اینه که ویدیوتون رو خودتون بسازید. دو تا حسن داره، یه حسنش اینه که قبل از اینکه کسان دیگه ببینن، خودتون چون ساختین نگاهش میکنید، ادیتش میکنید، ایراداش رو برطرف میکنید و الی آخر. حسن دومش اینه که این ویدیو رو وقتی برای کسی میفرستین، اون طرف هیچ کاری لازم نیست انجام بده. وقتی میگم هیچ کاری، ماکسیموم 5 دقیقه تا 10 دقیقه ویدیوی شما رو دانلود کنه، ویدیوی شما رو آپلود کنه روی صفحه فیسبوک مردم تیوی، صفحه فیسبوک سوربی، صفحه فیسبوک لینکدین سوربی، صفحه اکس سوربی و الی آخر. من برای این 5 دقیقه 10 دقیقه کار، برای که دوستان هم عادت کنن که مفتخور نباشن، 25 دلار میگیرم. ولی اگه طرف گفت نه آقا من اصلا میخوام با خود شما مصاحبه کنم، میخوام سوال جوابت کنم، پدر صاحب بچه رو در بیارم، این شما، اینم سوربی، این گوی و این میدون، اون موقع شما باید پول ساعت من رو بدی. چقدره؟ میگم آقا 150 دلار. حالا شما بگو 120 دلار. دقیقه 2 دلار برای یه ساعت. حالا شما چون آدم خوبی هستی 150 دلار برای 2 ساعت. 2 ساعت برنامه زنده، من همه چی رو از اینجا راه میندازم، شما هیچ چی لازم نداری جز یه تلفن. تلفنتو میذاری روی فیسبوک، تلفنتو میذاری روی اسکایپ و چقدر کثیفه، گرفتمش جلوی شیشه معلوم شد. با اینایی که عینکتونو تمیز میکنی اینجوری بکشید روی صفحه کامپیوتر چیتون، حسنی که داره هم تمیز میشه، لکه ها رو نمیبینید، هم بعدن حساسیتش بیشتر میشه شما وقتی ضربه میزنید، مخصوصا اگه دستتونم چرب شده باشه، باز دستتون اگه بشورین اینا، این اگه میبینید یه وقت هی میزنید کار نمیکنه، برای اینه که کثیف شده. خلاصه اون چیزی که شما لازم دارید
یه دونه تلویزیون، یه دونه اسکایپ توی تلفنتونه. این روزا با واتساپ هم میتونیم تماس برقرار کنیم، با فیسبوک هم میتونیم تماس برقرار کنیم. پس دیگه اون برنامه تلویزیونی که طرف خودش نشون نده قابل قبول نیست، نشون میده که این یک کسیه که یه چی میگن، یه آبی، یک کاسه زیر نیم کاسه است. برگردیم به آقای خسرو شکیب. امروز برای آقای خسرو شکیب نوشتم من تا چند دقیقه دیگه برنامه دارم و توی برنامه میخوام چند تا ایراد از شما بگیرم. البته حسن ایراد اینه، اونایی که خسرو شکیب تا امروز نمیشناسن، من اگر 100 تا تعریف کنم یه نفرم نمیره دنبالش پیداش کنه. ولی اگه یه ایراد بگیرم طرف میگه برم آقا این خسرو شکیب پیدا کنم ببینم کیه که کارش انقدر ایراد داره که این سربی که خودش همه ایرادا رو داره تونسته از این ایراد بگیره. آقای خسرو شکیب 2-3 ماه پیش توی این حول و حوش رسیدن سالگرد مهسا امینی هیجان زده شده بودن، اکسایدد شده بودن. بدترین کار اینه که شما وقتی هیجان زده هستید یا وقتی عصبانی هستید، خود عصبانیت یک نوع هیجان زدگیه. اوکی؟ اون موقع شما تصمیم بگیرید. تصمیم گرفتن، یه تلویزیونی راه انداختن، یه وبسایتی راه انداختن، زیزی آزادی نان پرافیت اورگانیزیشن 501c، خانم فلانی هم آمده، آقای فلانی هم آمده، دیگه از این بهتر که نداریم، به اینا اطمینان کنید، به ما پول بدید. تا حالا اینقدر $1000 جمع شده. من فکر نمی کنم. حالا ما شکاکی جمع شد، موفق شد. آقا چرا هی اسم عوض میکنید؟ حالا 2-3 روزه میبینم شدن تلویزیون ایران. آقا تلویزیون ایران کم داریم؟ از مجاهد گرفته گذاشته تلویزیون ایران، از نمیدونم آقا ضیاء عطابهایی گذاشته ایران، از آقای شبخیز گذاشته ایران. ما شانس آوردیم ایران نذاشتیم. خب حالا شما فکر کردی فقط بذاری تلویزیون ایران همه ایرانی ها میان شما رو میبینن؟ یه نفر یه نصیحت خوب بهشون کرده، گفته ویدیوهاتو کوتاه 10 دقیقه و اینها انجام بده که بیشتر ببینن. این کار درستیه که متاسفانه ما نمیتونیم. ما تا دهنمون باز میشه باید یه 2 ساعتی زر بزنیم. به قول آقای هلاکویی میگه حکومت ظلم و چه زور و زر و زر، زور و زر و زور و طلا و زر. راست هم میگه، داریم دیگه، یه کسایی که زور دارن، یه کسایی که زر دارن، یه کسایی هم که فقط مثل من زر میزن. بگذاریم. آقای خسرو شکیبایی عزیز، شما نمیتونی یه خانمی، یه آقایی یا سوربی رو استخدام کنی، بهش پول بدی که بیاد به به و چه چه شما رو بگه. اون پوله رو میگیره، به به و چه چه رو میگه، میره. مردم اینو قبول ندارن. شما باید یه برنامه بذاری، خودتم آماده کنی، یه کسی مثل سوربی بیاد یه صندلی داغ درست کنه، شما رو بشونه روی این صندلی داغ، بعد شما با 2 تا دستی که داری تلاش میکنی خیلی هندوانه برداری. والا اگه گاری هم بیاری، فرغون هم بیاری، خب 20 تا اول باکس بذاری، 6 تا باکس مثل نمیدونم آلدی باشه ممکنه 18 تا انار توش بذاری، ولی اگر فرغون بیاری ممکنه مثلا 20 تا بذاری، ممکنه یه گاری بزرگتری بیاری 40 تا بذاری، ولی یه حدی داره. شما دست خالی اومدی، اون وقت وقتی تعریف میکنی این بیننده ها 4 تاش ممکنه ندونه بیان اچ چیه. بیان اچ فکر کنم کلمی هم هستن توی نیویورک، البته همه فروشگاه های نیویورک کلمی هستن. بیان اچ یه فروشگاه وسایل چیزه، فوتوگرافی و ویدیوگرافی و اینها. سالهای سال من و دیگرانم ازشون چی میخریدیم، حالا که دیگه اینترنتی همه دنیا چی میخره. شما میگی ما تماس گرفتیم با بی ان اچ، برنامه ما رو درست کردن، تلویزیون ما رو درست کردن و شرکت هم درست کردیم. بعد اصلا این چیزایی که شمردید
هی کاش کاغذ نوشته بودی. چون من هی میبینم شما میگی حالا امیدوارم چیزی رو فراموش نکرده باشم. خب آقا یه کاغذ بنویس، یک دو سه. بعد شما میگید ما جواهرات جایزه میدیم، ما اینجا این کار میکنیم، ما میخوایم به ایرانی ها خوراک بدیم، ما میخوایم مشکلات دنیا رو حل کنیم، ما میخوایم با آخوندها بجنگیم. عزیز من this is too vague. شما ببین دکترا که 7 سال چقدر میرن دکتر میشن، بعد که میاد شما میری پهلوش میگه آخ دکتر گوشم درد میکنه، یه چراغ قوه میندازه، یه نگاه میکنه که اون 30 دلاری 100 دلاری که گرفته حلالش کنه، به شما میگه برو متخصص گوش. و این از این بالا تا پایین دوستان شما برای من بنویسین. ما چند نوع تخصص داریم؟ طرف متخصص انگشت پای، میگه آقا انگشت دستم، میگه نه من متخصص انگشت پا. ولی این دوستان که میرسن به تلویزیون و به یه دوربین جلوشون، یه دفعه یابو برشون میداره. خب این همین اشتباهی بود که شاه کرد. آقای خسرو شکیبی عزیز، شاه هم آمد، سواد که نداشت، دیپلم که نداشت، آمد نشست اونجا، یه عده بهش به به چه چه گفتن، چون پول میگرفتن، پول دولت مردم بیچاره رو میگرفتن. بعد اینا که هی به به گفتن، شاه هی باد شد، باد شد. آقای شکیب خودتونو باد نکنید، خودتونو اگه باد کنید یه جایی داری رد میشین، میخوری به بغل دیوار، یه میخی بیرون پارت میکنه، پق میمیکوکی میتره. دیدید این باد کنک ها؟ به بچه میگی بس بادش نکن بیشتر از این، هی خوشش میاد، هی زور میزنه، هی بادش میکنه، یه بادی هم از پایین خودش در میره بادش میکنه. هرچی خودتونو باد کنید پوستتون نازکتر میشه. چی میگفتن اون وقتا؟ به طرفت العین، به یک چشم به هم زدن یک جایی یک بلایی یه سوزنی بهتون بخوره، پقی میپکید و میترکید و منفجر میشید. حالا اگه آقای شکیب خواست من باهاش یک جوالدوز، بله این درمان مسئله هست که یه سوزن به خودتون بزنید، یه جوالدوز به دیگران، که ببینید چقدر به اصطلاح تفاوتش رو چقدر در میاد. آقا موشه رضا میتواند سر مادرش را در دست بگیرد. آره اینا دارن دنبال سر مار میگردن، خیلی احمقن. یکیشون نگو بابا سر مار تو مریلنده، این مادر فرح دیبا گاهی وقتی هم میره فرانسه، چون اونجا فرانسه آقایون فرانسوی بیشتر عشق و حال میکنن. خب والدین 2 هفته است منتظر شنیدن نظر مراهمین خلق درباره جنگ اسرائیل حماس از واکسن یا واقعا نمید. مردم تیوی بودم. آها حماس هم آقای سوربی دوستار مردم هستن، انسان دوست هستن، اینجوری فلان. خیلی ممنون، بذارید براتون بگم ماجرای مجاهدین. خیلی قشنگ گفتید، ممنونم از تو. مجاهدین خرشون به گل مونده. شما مجاهدین رو ببینید در طی سالها چند بار بالا و پایین رفتن، دشمن آمریکا و آمریکایی شدن، ترورشون کردن، بعد نوکر آمریکا و آمریکایی شدن، اوکی؟ بعد اومدن دست به خایه آمریکا شدن، آمریکا جون اینا رو نجات داد، از عراق بردشون آلبانی. اگه تو عراق مونده بودن تا حالا نسلشون رو این آخوندها ورداشته بود، تک 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 تک، چلتا، یکی یکی یکی، دوتا، دهتا میکشت. حالا میرس به مجاهدین. مجاهدین از بس از همه جا پول گرفتن، به همه گفتن ما نوکر شما هستیم، امروز دیگه خودشون یک رأی و عقیده ثابتی ندارن. بعد از همه اونها گذشته تر، الان همه این سلطنت طلبا، اون روز آقای فرامرز دادرس یه تیکه ویدیو درست کرده بود که میگفت حالا دیگه همه دنبال سر مار هستن، منم نوشتم حالا دیگه همه مارگیر شدن، با قطعی های مارگیری میان.
اون میگفت با دنبال مار بگیرین، با سر مار تو تهران، اون میگفت فلان. حالا دیگه آقای رضا پهلوی برای که تکراری نباشه گفته ما باید بریم بزنیم به چشم اختاپوس در تهران، یعنی این آخوندا و اینا رو به اصطلاح تشبیه کرده به اختاپوس و چشم همه اینها. دیدی اختاپوس چشم بزرگی داره؟ به چشم اختاپوس. حالا آقا رضا میخواد بره بزنه به چشمش. یادم افتاد به فیلم صمد، گفت میام میزنم به چش تا. حالا ببینیم آقا رضا، این دست کوچولو آقا رضایی که تو یه روز تو عمرش کار نکرده، چجوری میخواد بره اونم بره بزنه به چشم اختاپوس. از طرفی مثلا آقای ظریف الان فعال شده حرف میزنه، میگه مردم گول اینا رو نخورید، اینا اگه بخوان بیان ایران رو بزنن حاکمان که ضربه نمیبینن، مردم بدبخت معمولی ضربه میبینن. حاکمان همون جوری که اون حاکم حماس تو قطر و تو بهترین هتل‌ها و میلیاردها دلار پول داره، اینا هم لابد جاهای دیگه آردی درست کردن و از پیش پول دادن. ما همیشه از خودمون پرسیم خب چرا مثلا این شاه میره جنوب فرانسه خونه های خوب میخره، خواهرش میاد نیویورک میخره، خب چرا نمیرن بندر عباس، بوشه، این و اون و بخرن که اونجا هم آباد بشه؟ اونا از روز اول میدونن که جزوی از این مردم نیستن، اونا از روز اول میدونن که سون و لید زود یا دیر باید رفت بر بندر و الفرام. برگردیم به آقای شکیب. خب جوال دوست همان امید از تونش هست، جوال دوست داره آقای سربی دوستدار مردم هستن، من دوست هستن اینجوری ننویس. من متوجه نمیشم شما دوتا دوستم اگر با هم میخواید دعوا کنین تو قسمت شخصی برای هم بنویسین. بعد من از همه دوستان خواهش میکنم، بارها هم گفتم طرفدارای رضا پهلوی از رضا پهلوی دفاع میکنن چون باور دارن رضا پهلوی عقب افتاده است و احتیاج به وکیل و وکالت و این چیزا داره. دوستان عزیز، من 25 سال این کار میکنم. اگه شهامت، قدرت، نیروی بدنی حتی جوابگویی رو نداشتم، نمیبدم برنامه زنده بذارم تو یوتیوب که دوستمون بیاد بتونه بنویسه. نمیمدم اسکایپ رو باز کنم بگم شما با اسکایپ زنگ بزن بیا صحبت. بعد وقتی اینا می نیستن، من به دلیلی که از اینجا تا اینجا دوره، بهتون نگاه کن این دست منه، من اینجا بشینم هنوز دست من به اون کامپیوتر نمیرسه. این یکی کامپیوتر یا مانیتور اینی هست که اسکایپ توش روشن هست و این دستگاهی که میبره برای یوتیوب. این یکی وید بلستر توش روشن هست و میکس میکنه، همین که تاریخ و این زیر مینویسه. حالا امروز ما اون گرین ایریا و اینا رو هم نداریم، اون پردش اومده پایین چون اصلا نمیخواستم برنامه بذارم. باید از آقای خسرو شکیبی ممنون باشم که صبح زود یه ویدیویی برای من فرستاد. اگر بتونم من این ویدیو رو برای شما نشون بدم. این یکی دیگه الان رفتن تو تیک تاک، اون روز میگفت تلویزیون جهانی یوتیوب، حالا میگن تیک تاک. یعنی اینا خب یه دلیلش هم چون بنده خداها یه مقداری مسن هستن، من فکر کنم آقای شکیبی از منم مسن‌تر هستن، اینا وقتی میرسن به یه تکنولوژی جدید، بذارید براتون یه جوک بگم. من سال 2006، خب از 2003 تا 2006 روی چیز بودیم دیگه، روی اینترنت شروع کردیم و برنامه میذاشتیم و اینها. بعد 2006 یاد گرفتیم بریم آمار و ارقام رو بگیریم از گوگل ببینیم کجا به کجا هست. رفتم زدم مردم تیوی دات کام، گوگل نوشت 7 میلیون نفر. من با آقای محیط، دکتر مرتضی محیط، گفتم من اگه میدونستم 7 میلیون نفر نگاه میکنن اصلا عمرم و یه روزم تو تلویزیون های ایرانی تلف نمیکردم، میمدم اینجا. شما اینو داشته باش. بعضی وقتا ما اطلاعاتمون غلطه، بر اثر اطلاعات غلط دو دو چارتا و شیشتا میکنیم، نتیجه غلط میشه. صورت مسئله که غلط باشه، شما هر چی بزنی آخرش هم غلط میشه. بعد که یکم وارد شدم از خودم خجالت کشیدم، با آقای محیط گفتم آقا ببخشید
این نگفته شما 7 میلیون نفر نگاهتون میکنن، گفته اسم مردم تیوی توی اسامی که لینک دارن و وبسایت دارن اینا نفر 7 میلیونیومه، یعنی 6 میلیون و 999 تا جلو ما هستن، که اون موقع ما آماری نداشتیم چند نفر نگاه میکنن. به اونایی که پول میدادیم مای 500 دلار 900 دلار 1000 دلار اونا هم یاد گرفته بودن، میگفتن بیننده زیاد داری، مثل تلویزیون رنگارنگ خدا بیامرز داور به آقای چی بود دکتر آخونده میگفت 40,000 بیننده، ببخشید 40 میلیون. بهش گفتم آقای دکتر مولانا نمیدونم چی چی، شما حالا عقل نداری، یک کمی انقدیش هم حساب بلد باشی. اون موقع جمعیت ایران 60 میلیون بود، یعنی از هر 3 نفر تو ایران 2 نفر نشستن تلویزیون داور رو نگاه میکنن، اونم اینایی که یه روز پول آب ندارن، پول برق ندارن، تلویزیونشون قطع میشه. بگذاریم. خب میگن واقعا 2 هفته است منتظر شنیدن نظر مزاحمین خلق درباره جنگ اسرائیل حماس از مردم تیوی بودن. آقای صوبی دوستدار مردم هستن، انسان دوست هستن، اینجوری ننویست. اون نوشته این جوابش داده. خب چیزی ننوشته، نوشته 2 هفته است منتظرم، ولی شما چرا میای از مردم تیوی انتظار داری؟ شما برو مجاهدین.org، مجاهدین 300-400 تا صفحه دروغین دارن ولی مال خودشونه، برو تو اونا. اولین کاری که متوجه میشی اینی که بهت اجازه نمیدن سوال کنی، ولی اینجا باز اینجا شما سوال کنی من بدونم بتونم بخوام جواب میده، اونجا اصلا نمیذاره شما سوال کنی. شما نمیتونی بهش بگی آقا این رجبی 20 سال نیستش. آخه این چه آبرو ریزی؟ هر 3 سالی یکی میاد میگه مرده، هر 3 سالی یکی میاد میگه تو اردنه، هر 3 سالی یکی میاد میگه ازدواج کرده با 2-3 تا از این زنا برشون داشته بردت شد. تازه حالا بگیم زنده است، خب وقتی نیستش چه فایده؟ مگه نمیگن هر آن کس که از دیده رفت، از دل برود، هر آن که از دیده برفت. خب این آقا الان چند مدت از دیده رفته، از دل دوستدارانش هم رفته، ولی شما راجع به حماس و چیز وقت دوبار هم ننویسید لطفا. میدونید چون شما اگه بنویسید اون جواب بده، اون بنویسید جواب بده، 2 نفر میتونن اینجا ببینن، ولی اگر 10 نفر 7 نفر اینجا باشن، 4 تا خط کوتاه موضوع فعل فاعل مفعول، نظر شما درباره جنگ حماس با اسرائیل چیست؟ من نظر خودم رو میتونم بگم و میتونم بگم که آقا شنیدم این جنگ داره به ضرر اسرائیل تموم میشه. الان یه مدتی به سود آقای نتانیاهو تموم میشه. ببخشید. ولی بعدش به ضرر نتانیاهو و اسرائیل تموم میشه. اولا اسرائیلیا اونایی که بچه‌شون، پدرشون، مادرشون گروگان گرفته شده، اسیرن، اونا دارن هر روز تظاهرات میکنن. اینا هم به یه جوری به عشق وطن پرستی و شما صدا نده، اونا هم مثل سربازن، اگه کشته بشن درجه شهادت بهشون میدیم، فعلا راضی نگه داشتن. ولی این آرامش قبل از طوفانه. طوفان اینا بعد از اینکه غزه بیفته به دست اسرائیل و اسرائیل بره اونجا، آقای نتانیاهو اونایی که امروز هم میگن ما در این مورد صحبت نمی کنیم میان صحبت کنن. من با عزتون این آب نبات گلو درد رو میذارم اینجا، اسمش هم هست هلز، چیز خوبیه، یک کمی میدونید کمیش این دواها به اصطلاح چیز هست، تمپراری هست، یعنی برای خب من ببینم اینجا دیگه چی داریم. اوکی. بله دوستان، از اینایی که اینجا حاضر هستید اگه کسی میخواد بیاد صحبت کنه میتونه روی خط میشه صحبت کرد. نه عزیز من، جوال دوست، هر کی اسمیده، خط تلفن ما الان چند سال دیگه اینجا تلفن نداریم و دیدید که دوستانی هم که زنگ میزنن پیغام میذارن، من پیامشون از تو کامپیوتر پخش میکنم.
ولی شما میخوای روی خط حرف بزنی، الان زنگ بزن 202-695-2573 پیام بذار، اینجا بنویس پیام گذاشتم، من میرم میزنم اونو تصویب کنم. روی خط حرف زدن اشکالش این میشه که طرف نشسته در تاریکی به یه نفر که تو روشنایی نشسته هر چی دلش میخواد میگه و حرفم مثل تیره، تیر از کمون که در میره این تیر معلوم نیست به هدف بخوره، به یه بدبخت دختره تو خیابون 18 سالش بود یه تیری اومده، بهش میگن استری، مثلا یه سگای ولگرد میگن تو خیابون میگن استری داگ، حالا اون تیرم تیر اصله استری بوده، هم جور اومده رفته زده به این مورده. ما برای که این پیش نیا چه دلیلی داره، چه دلیلی داره شمایی که امروز میتونید با این امکانات تماس بگیرید تماس نگیرید؟ یعنی یه چیزی اشکال داره دیگه، صورتت زشته اب نداره دیگه، از من زشتر که نیستی و از شما زشتر هم ما اینقدر تو تلویزیون دیدیم برامون مهم نیست، صدات زشته، شما که میخوام با تلفن چیز کنم، اینه که خود این میشه یه نوع فیلتر که طرف میخواد بیاد حرف بزنه، نمیخواد بیاد حرف ما رو منحرف کنه. در هر صورت برگردیم خسرو شکیب. آقای خسرو شکیب دوست عزیز، شما قبل از این که برنامه بسازی روی کاغذ، والا یه دونه از همین کاغذهای چی میگن آچار میگفتیم تو ایران، اوکی؟ A4 یا آچار، روی یکی از اینا چند تا سرتیتر بنویس بده به دوست، بده به آقای مسئول کردار. دیدم چند بار شما از ایشون تشکر کردید در برنامهاتون، البته به آقای کردار هم گفتم، گفتم ایشون شروع کرد گفت آقای کردار اینجور تشکر، ولی نگفت کردار چی گفته ما اونو انجام بدیم ندیم فلان اینا، برای اینی که ما یادمون میره وقتی حرف میزنیم. شما الان برنامه خود من نگاه کن، من دارم حرف میزنم، این جوالدوز میاد یه چیزی میگه، اون سید فلان میاد یه چیزی میگه، مغز انسان هر چقدرم شما بگی نه من رو تلفن که حرف میزنم حواسم به جاده است، امکان نداره، برای که قسمت‌های مختلف مغز قسمت قسمت شده، یکیش برای رنگه، یکیش برای حرفه، یکیش برای شنیدنه، یکیش برای گوش دادنه، یکیش برای فکر کردنه، اینا قسمت قسمت شده. شما بعضی وقتا وقتی از این قسمت داری استفاده میکنی اون قسمت دیگه فعالیتش کم و زیاد میشه. خلاصه مطلب این که شما اگه میخوای صحبت کنی 3 دقیقه میتونی بری زنگ بزنی پیام بذاری. الان امتحان میکنم، میخوام بهتون بگم، بیا نگاه کنید، من با این تلفن برمیدارم، الان من بیننده تلویزیون مردم هستم، میام توی قسمت تلفن شماره رو میزنم 202-695-2573 میزنم وصل کن، وصل میکنه. ببینی اینجا زنگ نمیزنه تلفن، تو سیستم زنگ میزنه و چون کسی بر نمیداره باید بره به پیامگیر. اینم باز زنگش کمتر کنم که زودتر بره به پیامگیر. آقای سوربی سلام، ممنون از برنامه های خیلی خوبتون، من هیچ تلویزیون دیگر رو تماشا نمی کنم به غیر از تلویزیون شما و 150 تای دیگه. در هر صورت زنگ زدم یه آزمایش تلفنی باشه برای دوستان که از تلفن می ترسن، از اسکایپ وحشت دارن ولی می خوان حرفشون رو بزنن، حرفشون هم می خوان بگن یکی دیگه بره بزنه. یعنی این که آقای سوربی شما خیلی خوش بیانی، اینو من بهت میگم تو برو سر کوچه اونجا بگو اونا میریزن رود کتک میخورن، من اینجا هواتو دارم. خیلی ممنون، با امید دیدار، با امید فردای بهتر. این تموم شد.
حالا ببینید من بهتون نشون میدم الان این که تموم شد من حتی نمیفهمم یکی پیغام گذاشته. من صبح یا عصر که میام ایمیلامو چک میکنم این برای من به صورت ایمیل نوتیس میده، هنوزم نیومده. یکم طول میکشه برای که اینا رو چک میکنن، مخصوصا وقتی ما فارسی صحبت میکنیم عربی صحبت میکنیم اینها، این پیام ها چک میشه. I'm very sorry, what I need is rather I did not read description. ببخشید من یه ایمیلی خب ببینیم حالا پیام آقای سوربی اومد یا نه. ببینید پیام سوربی که میاد به این صورته، میگه که یه پیام برای شما آمد، بعد حرف زدن فارسی منم ترجمه کرده به انگلیسی نوشته How you should be a salon Miami Florida. ما که صحبت فلوریدا کردیم ولی اینجوریه دیگه. اوکی حالا میایم اینجا گوش کنیم. 42 ثانیه من پخش میکنم. آقای سوربی سلام، ممنون از برنامه های خیلی خوبتون. من هیچ تلویزیون دیگر تماشا نمی کنم به غیر از تلویزیون شما و 150 تای دیگه. در هر صورت زنگ زدم یه آزمایش تلفنی باشه برای دوستان که از تلفن میترسن، از اسکایپ وحشت دارن ولی میخوان حرفشون رو بزنن، حرفشون هم میخوان بگن یک دیگه بره بزنه. یعنی این که آقای سوربی شما خیلی خوش بیانی، این من بهت میگم تو برو سر کوچه اونجا بگو اونا میریزن رود کتک میخورن، من اینجا حواسو دارم. خیلی ممنون، با امید دیدار، با امید فردای بهتر. از این راحت تر؟ بله شما یه جایی هستی نمیخوای تلفن دست از این گوشی های آزاد اونجوری داری فلان اینا، این هم این. یعنی ما همه راه ها رو باز گذاشتیم. شما با اینترنت با ایمیل میتونید تماس بگیرید، با لینکدین میتونید تماس بگیرید، با ایکس میتونید تماس بگیرید، با صفحه شخصی خودم فیسبوک میتونید تماس بگیرید، با صفحه تلویزیون مردم میتونید تماس بگیرید، با ایمیل تلویزیون مردم میتونید تماس بگیرید. آخه بابا انصافم خوبه، با تلفنم میتونید تماس بگیرید، با اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید. یه تلویزیون به من نشون بده که همچین چیزی داشته باشه. ولی باز اشکالش اینه، همین امروزی که من این اسکایپ رو گذاشتم، همین امروزی که گفتم شما میتونید این کارا رو بکنین، وقت ما داره به هدر میره. وقتی که من گذاشتم که بیا به دوست خوبمون به خاطر فوت مادرش تسلیت بگم، وقت خوبی گذاشتم که بیام به آقای شکیب بگم آقای شکیب شما که خیلی هم شیک پوش و خوشگل هستی اینا، ملت هی زنگ میزنن میگن آقا این چرا یک کلاگیس درست نمیخره، میگم والا من نمیدونم، شاید هم موهای خودشه وقت نداره بره آرایشگاه. وقت تو تلف نکن، بیا بگو آقا من یه سازمان با این اسمای دهان پر کنی رو که استفاده میکنی کورپوریشن درست کردی 75 دلار آقا چاد تو لاس وگاس ارزونتر هم باشه، شرکت نان پروفیت ارگانیزیشن درست کردیم، اون که دیگه اصلا پول نمیخواد. بعد شما میگی ما این شرکت رو فعلا کردیمش خاص، 1,000,000 دلار سهام، 1 دلار نمیدونم 1,000,000 دلار، اصلا چون فلبداهه میگیری رو عدد رو کاغذ نیست، برات ممکنه بعدا دردسر درست بشه، بعدا بیان بهت بگن که این آقای مهران صدری سالها پیش عصبانی شد توی برنامه‌ای که میخواست از مردم 30 دلار بگیره، گفت اصلا گروه پدر همه تون من نمیدونم اینقدر پول در میارم، همون نوار داده بودن دست آیارس. آیارس اومد، من نمیدونم این کیه، اینجا خب ببینیم. الو سلام، سلام جناب سوربی. سلام، احوال شما؟ قربان شما، ببخشید مزاحمتون شدم قربان. شما اصلا مزاحم نیستی، شما آقا امیدی؟ من هم امید، البته اسم خودم رو جوالدوز گذاشتم. آها به
برای اولین باره که من قسمت شد تونستم تو لایو برنامه‌تون بیام. هیچ وقت نمیومدم. خب بذار من یه توضیح بدم درباره شما برای دوستان. این آقا امید یکی از کارکنان یعنی سخت کارکنه کانادایی است که کامیونداری میکنن. چندین بار لطف کردن به من زنگ زدن، با هم تماس میگرفتیم، صحبت میکردیم، ولی همینجوری که خودش گفت اون پیام میذاشت، من پیامشو میگرفتم، جواب میدادم و امروز به صورت زنده روی برنامه هستن. من ساکت میشم دوستان. از اون این اتفاقا امید یکی از اونایی بود که وقتی آقای خسرو شکیبایی اون ویدیو رو یه 25 دلاری برای ویدیو داده بود ما گذاشتیم، امید به من پرید حمله کرد، گفت آقای صوربی پول خوبه ولی به خدا قدر و ارزش خودت میاری پایین، فلانه بسار اینجوریه. گفتم بابا این مثل روزنامه است، این صفحهش نوشته پدر فلانی مرده، اون صفحهش جوک میگه، شما نمیتونی هیچ کدومش حذف کنی، بذارید باشن اینا و عصبانیتتون رو کنترل کنید. ولی خداییش بگم باور کنید آقا امید، من خودمم اگه تلویزیون نداشتم، اگه چهره شناخته شده این نشده بودم، ممکن بود به این دوستان همینجوری حمله کنم، همینجوری فحش بدم که آخه آقا خجالت بکشین. یعنی چی؟ امروز این شرکت این تلویزیون، فردا اون شرکت اون تلویزیون، بعد خودتونم نمیدونید طرف میاد تو تلویزیون میگه شما به ما پول بدید، البته ما پول رو نمیتونیم بفرستیم ایران، ما میریم از طرف صرافی. خب این غیر قانونیه، این میان دنباله، همونجوری که رفتن دنبال مهران سعدی گفتن آقا تو این برنامه شما گفتی 60,000 دلار پول گرفتی، بیا مالیاتشو بده. انگلیسی هم بد بود، میگه آقا ایت شت گو خوردم، منم غلط کردم، خواستم به اونا بگم. من ساکت میشم امید، بگو ببینیم تو چی میبینی، چون مخصوصا تجربه خسرو شکیب هم داری و با هم صحبت کردیم. آقا خسرو شکیب باور کن به جان دو تا بچه‌ام، من هیچ قراری با این آقا نداشتم که بیاد، ولی این یکی از اونایی بود که درباره شما صحبت کرد. یه نیم ساعتی هم بعد از پیامی که گذاشته بود که من پیام عصبانی بودم چون خیلی فحش داده بود، ولی باعث شد نیم ساعت بخندم. بعد که بهش زنگ زدم خیلی هم مؤدب عذرخواهی کرد و اینا، گفت عصبانی بودم، ولی درست میگه آقای شکیبایی، درست میگه. بگو ببینید نظر تو چیه جناب سوربی. من برای تو البته 3 دقیقه محتج گذاشتم، نمیدونم وقت کردیم گوش کنه. اولش من دیدم شما پیرهن مشکی تنتونه، ایشالله که خیر باشه، من چون از اول برنامه تو نبودم. از تنبلیمه پیرهن مشکی پوشه. خب ایشالله همیشه از تنبلی باشه، ایرادی نداره. بعدش من خدمت تو عرض کنم، البته ما نهیم روی تنها یک شخص تمرکز کنیم، متوجه این که میگم هزاران مثل البته اسمشون هم نمیم آقای شکیب گفتیم، خسرو شکیب، ایشون یهودی هستن، اسم یهودیشون سایمنه، سایمن. ما البته شخصا ایشون رو نمیخوام بگیم، خیلی بدتر از ایشون هم هستن خانوم، میگم هر کسی شما ببینید الان دنبال نمیدونم مؤسسه توانا رو انداخته، هر کسی داره به قول معروف یه جوری میگه یه تیکه گوش از این روم بکنید، یعنی حالا فرق نمیکنه نیت کسی، نیت خیلی توش نیست. متاسفانه میگم فعلا ما دوتا داریم، یکی شما هستیم جناب صوربی، یکی آقای فرامرز دادرس، هر جفتتون هم نظامی بودید، انصافا هنوز وجدان خودتون رو دارید. میشه گفتش اون بنیادی که تو ارتش به شما یاد داده نتونسته این فساد سیاست مداراتتون نفوذ کنه. من همش برنامه آقای دادرس هم گوش میکنم. من البته خواستم اگه اجازه بدیم من یه نکته یا خواستم بگم، البته شما ها میگم هم شما هم آقای دادرس، من مثل یه نظریه من میتونم بگم، شما اون رو به قول معروف به قانون تبدیلش کنید، تکمیلش کنید. من نظرم در مورد الان خیلی صحبت شده ایرانی ها ترسیدن، ایرانی ها تا اسرائیل پاشو گذاشت وسط ایرانی ها هیچ کاری نمی کنن. من خواستم البته تون 3 دقیقه براتونم گفتم یه دونه ما تو ایران، البته تو ایران هستش، مثلا تو خود اسرائیل هستش، تو کشور روسیه شوروی پوتین هستش، اینا یه حالت رهبری ما داریم، ایدئولوژیک هستن.
وقتی اینا فوت میکنن دو مبحث اینا دارن، یکی مبحث جانشینیشونه، یکی مبحث سنتشونه. برای مثال ما برای امام خمینی رو بگیم، آخرین لحظه های زندگی شد، اونایی که تو مملکت بودن چند تا تصمیم گرفتن. یکی گفتن پرونده زندانی های سال 67 رو ببندیم، چون بعد امام باید ما رجوع کنیم به اونا، ما نمیتونیم آزادشون کنیم نه بلشون کنیم. یکی هم مسئله جنگ بود. اما امروز مسئله آقای خامنه ای هست، ایشون هم الان همین دو مسئله رو داره، یکی مسئله جانشینیه، یکی مسئله سنتش هسته. ما اگه دقت کنیم آقای خامنه ای این مسئله فلسطین رو به خودش رب نداده، خیلی ملایم داره کنارش اللحاظ زمان خود، یعنی یه جوری داره میگه زمان من دیگه تموم شده برای فلسطین تصمیم بگیرم، داره برای رهبر بعدی میذاره. اگر رجوعشه به آقای خامنه ای، الان شما ببینید همه جای دنیا دارن برای فلسطین تظاهرات میکنن، تو ایران ما تظاهرات خاصی نمیبینیم. آقای خامنه ای خیلی هم داره سعی میکنه رابطه رو با آمریکا ملایم بکنه، درست حالا اون پشت به هم دیگه لگدم میزنن، اما داره تا حد ملایم میکنه که رهبر بعدی دستش باز باشه که حتی اگه خواست با آمریکا دوستی برقرار کنه، کسی این حزب الله یا دو آتیشه نیاد بگه وا مصیبتا اگه آقای خامنه ای بود این اتفاق نمیافتاد، فلان میشد، فلان میشه. رجوع کرد که آقای خامنه ای تو سالهای آخرش هم خیلی ملایم شده بود. بعد یه مسئله هست توی مسئله فلسطین و اسرائیل امروز، همه حالا دارن میگن سر ما رو بزنیم، فلان رو بزنیم. سیاست ایران تقریبا میشه گفت سیاست سگ آبی هسته. شما خودتون میتونید توی برنامه راز بقا هم ببینید درخت ها به چه بزرگی و سگای آبی میندادن. سیاست این درخت ها چجوریه؟ اینا میگن نصفه درخت رو ما میجوریم، نصفه دیگه درخت ها میزنیم به امید اینکه باد بندادن، کل درخت ها نمیدازن، چون خودشون میدونن زیر اون درخت نمونن. ایران حالا امید جان بذار، چون شما چند تا نقطه گوناگون داری میگی و بس جالبیه. اولا این سگای آبی رو که امید میگه دوستان اینجا به اسم بیور میشناسن، بیور از لحاظ مهندسی هم خیلی خوب سد میسازه، یعنی درخت رو میندازه بعد تیک تیکی میکنه با اون دندونا، دوتا دندونش میاره اینا رو چی میکنه اون بگذاره. درباره اینکه ایران کاری نکرد، خیلی قشنگ شما دقت کردی و الان سر و صدایی هست که اتفاقا ایران کاری کرد. ایران بعد از 16 سال پول دادن به حماس و کارهایی که میخواست اونا برش انجام دادن، حالا دیگه حماسی که سنیه نمیخواد اینا رو گذاشت اونجا. این حرکت آخرین هم هرچی ایران میخواد بگیم ما پشتش نبودیم، همون جوری که نتانیاهو به دروغ میگه ما خبر نداشتیم، خامنه ای هم به دروغ میگه ما پشتش نبودیم. یعنی حسن اینا اینه که دوتا دریده، دوتا دروغگو رو همن. اون موقع جورج بوشو داشتیم میگم میرم میزنم، احمدی نژاد کلپوت میگفت بیاران چه داریز مردی زور. الان نتانیاهو رو داریم دروغ میگه، اون وقت خامنه ای رو داریم دروغ میگه. خامنه ای میگه چی؟ اسمشون چیه؟ حماس؟ چجوری هجی میکنن؟ من نمیدونم. اینا به این نتیجه رسیدن که دیگه حماس خودسر شده، یعنی مثل شابود برای آمریکا، حماس دم در آورد برای اینا، گفتن برو بزن میایم. الان تنها کسی که نمیره اونجا اینا هستن، آخوندام نشستن. از این برم ظریف آوردن جلو، ظریف هم قشنگ داره برای مردم قدم به قدم توضیح میده که صلاح ما هست که شرکت نکنیم در جنگ. ببین چقدر قشنگ این رو به موقع آوردن بیرون. ولی بعضیا نگاه که آقا اینا میان پوز میدن ولی جرأت ندارن. بگو خب شما که جرأت دارین شما برید بجنگید، یعنی شمایی که طرفدار سلطنت هستید، خواهان این هستید که ایران، حالا چه آخوند چه ایران، بلند شن برن با اسرائیل به جنگن، پس شما دیگه چه موجوداتی هستید؟ میدونید اشکال ما اینه که خیلی از اینا نه تاریخ رو میدونن. من مثلا اگر وقت داشته باشم یه ویدیو بهتون نشون میدم، شاید
خود من ندیده بودم، شاید خیلی از ایرانیان ندیده باشن. آقا گولدا مایر که اینا میگفت، میگفتن جولدا مایر، گولدا مایر خانم زنی که پرایم مینستر اسرائیل بود، هممون یادمونه، قیافه زشتی داشت، پیر بود و اینا. این خانم خودش میگه من یک فلسطینی هستم، خودش میگه من قبل از تأسیس اسرائیل، گوش کنید دوستان این کلمه رو، پاسپورت فلسطینی داشتم، پاسپورت فلسطینی. حالا طرف میاد میخواد دا تاریخ رو عوض کنه بگه فلسطینی وجود نداره، میاد میخواد بگه فلسطین اصلا یه درخت هم توش نبوده. شما برید داستان ها رو بخونید، 2000 سال پیش 3000 سال پیش از سر تا سر دنیا میامدن از فلسطین درخت زیتون میخریدن میبردن. یعنی اینجا اینقدر سرسبز بوده، خب این برش دریا و این برش فلان اینا. حالا اسرائیلی ها میگن ما اومدیم اینجا رو درست کردیم. بعد شما نگاه کنید، 2 بیلیون دلار زمان شاه دادن به اسرائیل برای آبیاری. بعدن که این آخونده اومدن گفتن آقا شما به ما بدهکارید، این 2 بیلیون دلار رو بدید، مثل این پولایی که پخش پره کردن این برو. اسرائیل گفت نه، ما با شما تو جنگی، ما که به دشمنم پول نمیدیم. آقا این اسرائیل داره گردن کلفتی میکنه. اسرائیل پول مردم رو میگیره، پول آمریکا رو میگیره، هر بلایی دلش میخواد سر مردم خودش میاره، هر بلایی دلش میخواد سر یهودیان ساده دل میاره، میره تو اوکراین و این ور اونور تبلیغ میکنه. این چه زندگی کمونیستی؟ بلند شین بیاین تو اسرائیل زندگی کنید. میبره میکنه اینا رو گوشت دم توپ اون جلو، اون جایی که ستلمنت و اینا. اون وقت ظریف اون روز قشنگو گو آقا اینا میگن اینا حمله کردن به یه سری افراد شخصی، اونجا افراد شخصی زندگی میکنن. امید جان همهشون تو خونه اسلحه دارن، همه اینایی بلد. که اونجاها زندگی میکنن اسلحه دارن. بعد برید نگاه کنید سرباز اسرائیلی وایستاده اون ستلمنترها، میاد با اسلحه بیرون شوت میکنه، سربازه نمیاد حتی نگهش داره. میدونید یعنی یه چیزی درست کردن، یه ملغمه میگن، یه ملغمه درست کردن که هیچکی نمیتونه حلش کنه. اون وقت یه عده، مثلا دوست من همشهری منه آقای رامین اعتبار، دکتره، هی میگه باید برن بزنن اینا رو نابود کنن، اینا رو اگه نابود نکنن فردا این بچه ها میشن تروریست. گفتم خب آقا شما که اینقدر دیدت خوبه با من راه بیفت، بریم تو این زایشگاه ها، توی این مهد کودک ها، هی به من بگو اینو بکشین، این تروریست میشه، این فلان میشه. اینجوری نیست. این کاری که اینا دارن میکنن، اون پسر جوان 22-23 ساله‌ای که 3 تا بچه داره، بچه هاشو از دست داده، به هر ترتیبی شده از اون کشور میاد بیرون، فردا یه جایی رو بمب میذاره زیر خشتک 4 تا اسرائیلی. اینا نمیفهمن جنگ میاره. هی میگن خون رو باید با خون شست. این کدوم ضرب المثل احمقی بوده؟ کجا شما دیدی خون رو با خون بشورن؟ خون رو باید با آب شست. و حتی یکی هم میخواد حرف صلح بزنه، اونا میان میگن نه آقا 8000، الان 11000، 11000 نفر کشتی. اگه قانون چشم در مقابل چشمم باشه، شما با 1600 داری میکشتی، بیش از 5000 نفر کودک کشتی. بعد حالا میگه که بیمارستان میتونن کودک ها رو از اینجا ببرن. دکتر اومده بیرون میگه کجا ببریم، کجا ببریم، کجا امن ما ببریم. شما به مردم گفتید از شمال بیان جنوب، از شمال که اومدن جنوب، جنوب رو بمبارون کردید. شما به مردم گفتید برید توی کمپای پناهندگی، رفتن توی کمپای پناهندگی، کمپای پناهندگی رو زدی که خانواده ها رو نشون میده، میگن ما برمیگردیم خونمون، اقلن اگه مردیم زیر آوار خونمون مردیم، چون تو کمپای پناهندگی هم خیلی کارهای غیر قانونی میشه، اینا خودشون هم با خودشون مهربون نیستن. اینجا که همه اینا رو گفتیم، ما یه کلمه هم بگیم دوستان برن تحقیق کنن. دوستان برید دنبال کلمه فلسطین، همون پالستین، ببینید از کجا اومده. باورتون میشه این اسم از تو دریا اومده؟ اونایی که تو دریا و قایق و اینها زندگی میکردن، دزدی میکردن، ماهیگیری میکردن، میومدن تو شهر، خود اون کسایی که تو اون منطقه زندگی میکردن به اینها میگفتن پلسطینیان. این پلسطینیان ریشش یعنی خرابکاران، آدم های نابقانون فلان. شما اینو داشته باش، اردن 75% فلسطینیه.
چرا در باز نکرد اینا بیان؟ همه میگن وقتی که مسلمان ها مشکل شد، خانم نمیدونم چی بود مال آلمان، درها رو باز کرد، کشورهای دیگه درها رو باز کردن، ولی یک کشور مسلمان درها رو باز نکرد. چرا؟ چون کشورهای مسلمان میگن ما این فلسطینی ها رو میشناسیم، این فلسطینی ها توی اردن، زن چیز فلسطینیه، زن شاه عبدالله فلسطینیه، میگن 75%شون هم فلسطینی های چیز هستن، ولی اینقدر خرابکاری میکنن، اینقدر هیچ کس چشم دیدن اینا رو نداره. همه اینا رو ما میدونیم، ولی از این آدم خرابکاره دو تا بچه دنیا اومده، اینا الان 3 روزشونه، 10 روزشونه، 2 سالشونه، 12 سالشونه. اینا رو ما نمیتونیم بکشیم به خاطر اینکه باباش فلسطینیه، مادرش فلسطینیه. ببخشید من ساکت میشم، شما حرف بزنید. قربان شما. جناب صبح، من البته همون یه تیکر خلاصه بگم. ببینید شما میگه خامنه ای میگه ما خامنه ای حرفش دروغ هم نمیگه با. میگه ما توی این حمله دست نداشتیم. درست مثل هستی یا رفتی؟ ببخشید دوباره زنگ بزن امید، من میخواستم اون پیام 3 دقیقه‌ای تو دیدم. چرا تمیز شدی؟ الان وسط یه چایی هم میریزم بابا، قشنگ گرم میشم. مسعود این رفت توی صفحه دیگه. امید جان دوباره زنگ بزن، من صفحات مختلف اینجا روشنه. آقای زینعلی هم اینجاست، نمیدونم چی شد، من داشتم این پیام 3 دقیقه‌ای تو میدیدم. میخوان حالا تو امید میاد پیامش هم بذاریم، چون این شاید تو ماشین بوده یه اتفاقی افتاده، چون من از طریق فیسبوک قطع نکردم، از طریق این وایس گوگل. بذارید 3 تا پیام اینجا هست. نمیدونم چی شد، بذار اینو زنگ. فهمیدم شما با این تلفن زنگ زدید. عذر میخوام جناب سوربی. ببخشید من اشکال از من بود، من اینجا فکر کردم شما با فیسبوک تلفن زنگ زدید، ولی گویا با اون گویا گوگل فیسبوک. فکر کنم با واتساپ هم، حالا درست دقیقا نمیدونم. نمیدونم، اینم یه مشکل دیگه است که ای بحث میشه و اینا. خب بگو عزیزم تا قد نشدیم. من سریع خدمتتون بگم، تا چیز من گفتم مسیری که قرار بود از هندوستان بره کشورهای عربی، از اون بر خودشو برسونه به تلاوی، یه مسیر حرکتی بود. به نظر من اگه میراث نتانیاهو برای کشور اسرائیل پاکسازی کپتون، اینجوری که داره بیمارستان رو میزنه، هر چیزی که داره میزنه بیشتر خوبت پاکسازی داره. واقعا اونجا دیگه کسی، حتی اگه اسرائیلی هم بیان بیرون، هیچ کس نمیتونه اونجا بره زندگی کنه. تنها یه کشوری مثل عربستان میتونه بیاد اونجا رو پاکسازی کنه. یه جورایی میشه گفتش این برنامه‌ای بوده بین اسرائیل و عربستان. خب شما زدی به هدف. ببین شما زدی به هدف. یه چیزی هست به نام کوریدور. بله. دوستان برید نگاه کنید ببینید 7 تا کوریدور جهان که الان دارن تلاش میکنن بکننش 8 تا کجاست. بعد از خودتون سوال کنید چرا اسرائیل شمال رو رها کرد، جنوبم رها کرد، فقط این وسط همینجوری که امید میگه. امید احتمالاً دیده اینا رو تو جاده و اینا، دمولوشن، یه جایی رو که میخوان خراب کنن، یه جایی رو که میخوان جاده بسازن، هر چی اونجان اول خراب میکنن، درخت و مرخت و ساختمون اینا رو خراب میکنن، اینجوری ارزونتر در میاد، همه رو میزنن کنار. این دوستان کلیمی هم که خیلی واردن آب دریا رو باز کنن، همه اینا رو که زدن کنار، اون وقت این جاده‌ای که ایشون داره میگه، این ارتباط به دریای مدیترانه، این وسط وصل میشه و همش دنباله اون برنامه‌ایه که اینا میخواستن ایرانو از اون خطی که با صحبتش بود که دوباره قرار بود اون جاده ابریشمو یه جوری دیگه راه بندازن، مسئله چین، مسئله روسیه، اینها
به این سادگی نیست. این آقای رائفی پور من ازش خوشم نمیاد چون خیلی شیاف مذهبی مصرف میکنه، ولی یه بحثی گذاشته، من لینکش رو سعی میکنم زیر این برنامه بذارم، حدود یه ساعت نیم دو ساعته، با نقشه بهتون نشون میده. نمیدونم امید شما اون موقع بیننده برنامه من بودی یا نه، ما یه مدت همی گفتیم این احمدی نژاد چرا میره به جیبوتی پول میده، جیبوتی کجاست؟ یه آقایی به نام شاهین ترکمان که همشهری من بود و توی وزارت اطلاعات سپاه شیراز یا ایران کار میکرد به من زنگ زد از ترکیه، اون موقع ترکیه بود، گفت آقای سولبی اگه اجازه بدی من 15 دقیقه بیام توضیح بدم. گفتم باش. آقا هومورکش هم انجام داده بود، با نقشه اومد. امید جان اون برنامه رو اگه پیدا کنی نگاه کنی مطمئنن یه شاخ کوچولو در میاری که این آخوندها چقدر پدرسوخته هستن و به فکر کجا بودن. موقعی بود که ما میگفتیم هی اینا دور برداشتن میگن یه کشتی قرازه ای رو توی تنگه هرمز غرق میکنیم، خب وقت نفت خودتو کجا میبری؟ اینا رفته بودن با جیبوتی، او بالا یه کانالی هست، با اون قرار گذاشته بودن که اگر تنگه هرمز یه اتفاقی براش افتاد ما از این فکر کنم جبل طارق میشه اسمش اونجا اون بالا. ببینید اصلا یه چیزاییه که ما نمیدونیم، ولی اشکال ما اینه که تو همه چیز چون عصبانی میشیم میخوایم نظر بدیم، اون وقت کم میاریم. و الا من یه سوال خیلی ساده دارم از دوستان، میگم دوستان این آخوندا خودشون تنها هستن یا دولتایی مثل آمریکا، اروپا، همین فرانسه، همین اسرائیل حتی کمکشون کردن یا نه؟ نمیتونن جواب بدن، چون اگه به من بگن این آخوندا خودشون تنهایی رو پای خودشون 44 سال وایسادن، خب نشون میده تمام اون دولت ها ضعیفن. و دیدیم اینقدر اسرائیل تبلیغ میکرد که ما پرشک تو هواپیما تو هوا میپره میفهمیم ببخشید رو مدفوع چه کسی نشسته بوده در ایران، میتونیم بیاریم آزمایشگاه دی ان ای شو فلان کنیم. اون وقت اینا زیر دماغتون این همه تونل کندن، اون وقت حالا شما با آب و تاب میرین میشون میدید میگه ای نگاه کن سیم برقم داره آبم داره. میدونید دروغ میگن، چون دروغ گفتن دوستای ما من به دوستان میگم آقا تو اول بگو با کیان دوستی، من انگه بگویم که تو کیستی. طرف میگه روزی که ماها و ملت انقلاب کردیم آخوند را به جای شاه نشوندیم. مینسم استغفرالله، من که مأمور حکومت نظامی بودم، آیا شما انقلاب کردید؟ میگه نه. میگم از دوستات سوال کن اونا انقلاب کردن؟ میگه نه. میگم خب اگه تو نکردی، من نکردم، امید نکرده، دادرس نکرده، چرا میگی ما؟ قبول کن که یه برنامه هایی بوده. کی انقلاب کرد؟ خانم فرح. کی انقلاب کرد؟ آقای شاه. کی انقلاب کرد؟ آقای شاه پول میداد به سازمان آقای این چی تلفات چی بود اسمش؟ عرفات. عرفات پول میداد به مجاهدین. باورت میشه؟ اینقدر شاه نادان بود، اینقدر پرویز ثابتی و دیگران دنبال دختر و زن و خوشگذرونی و پوز دادن بودن. برید ببینید که شاه چجوری پول میداد به این سازمان های آزادی بخش که سر لوحه کارشون مبارزه با دیکتاتور بود. دیکتاتور کی بود تو اون منطقه؟ آقای شاه. بابا یه جا و دو جا ضربه نخوردیم. حالا فخرآور یک کتابی رو دیروز معرفی میکرد که تو این کتاب اصلا مینویسه که فرح پهلوی رو آوردن گذاشتن تو اون مهمونی که این با شاه اینجور، چون دیدن این آقای بلحوث دنبال زن سوم دوباره، آوردن گذاشتن سر راش. در صورت که اینجوری نبوده، اردشیر زاهدی رو خر نرم میپرید، خرسواری میکرد، شوهر دختر شاه هم بود، این با فرح بوده. بعد که از فرح خسته میشه، فرح هم ممنوع الخروج بوده، فرح رو میبره اتفاقا با زن خودش معرفی میکنه، فاطمه است که یه زن دختر این بود طلاق گرفت، دختر شاه بود زن این بود طلاق گرفت. این اردشیر زاهدیش این فرح دیبا رو میندازه به خیگ شاه. بعد فرح دیبا چپ کمونیست سیگاری 20 ساله میاد میشه زن یه آقای 40 ساله.
امروز من اگه یک عکس آخوند بندازم 40 ساله که موهاش داره سفید میشه با یه دختر 20 ساله ازدواج میکنه، همه تون میگید نگاه کنین جاکش ها فلانن. خب آقا شاه هم جاکش نبود؟ بعد این همه زن تو بیای با یه دختر 20 ساله ازدواج کنی، اون وقت این دختر 20 ساله نامزد قبلیش، دوست قبلیشو بیاره توی کاخ، یه کاخ جدا درست کنه برای خودش. اون میگم آقا چی میگی شما؟ هی میگی شاه آینده را میدانست، مینشست مصاحبه میکرد میگفت ما نفت را به چشم آبیا نمیدیم. میگم این مردی که جلو دماغ گندش نمیدید زنش داره با این اون میده، عصبانی میکنن آدمو. من ساکت میشم، قول میدم 2 دقیقه دیگه صحبت نکنم، شما حرف تو بزن تا اختیار داره قربان. چون شما به داد ما میرسید. خواهش میکنم جناب توگه. حالا بحث بردی سمت زمان شاه و اینا، ببینید اصلا آخوند زمان شاه با آخوندی که تو نسل جمهوری، از اصلا فکر نکنیم خودشون معجزه کردن، تکنولوژی اومده به دادشون رسیده. اصلا ایران امروز با ایران زمان شاه 1000 سال شاید فرق داشته باشه. متاسفانه شما ایران نمیتونید برید. من سر همین جنبش مهسا من ایران بودم، اصلا شما باورتون نمیشه. اکته میگن باید جمهوری اسلامی بره، دقیقا نمیدونم جمهوری اسلامی درست یه داره پوست میدازه، یه جور حالت یه موجود زنده میمونه. شما میگم اکاش اینم، چون هم زمان شاه رو میدونید هم آدم سیاسی هسته، اصلا این زمان گذرای جمهوری اسلامی رو روی نمودار بیاریم از لحاظ مثلا مسائل سیاسی، زندانی سیاسی زمان شاه رو مقایسه کنیم. حتی اول انقلاب بدبخت، حالا این مجاهدا میگیم حالا عقده‌ای شدن، با اینا واقعا وحشتناک برخورد میکرد. یعنی من میگم یه دونه رفتگر محلمون بود بنده خدا، اسمش هم علی آقا بوده، این بنده خدا یه دونه پسرم داشت. این حالا معلوم این پسر رفتگر شما ببینید مثلا به چه درجه از توی سازمان مجاهدین رسیده باشه، هیچی، شاید یه دونه همون پایین پایینیاش بود. بدبخت رو زده بودن، کشته بودن، حتی پول تیرش هم ازش گرفته بودن، گفته بودن جسد میخواد. اینو دیگه به وضوح، نه اینکه بگیم سندسازی شده ایر از مصداقی گفته فلان اینا، این دیگه به وضوح تو محل. ما علاقه بچه بودیم، صحبت پدر مادرم بود، حتی اومده بودم پول چیره اینم گرفتم. حالا این خانوم مفرفری هست، نمیدونم نرگس محمدی چیه، همه شون موهاشون فرفریه، یک مسیح علی نژاد، یک نرگس محمدی، مدل فرفری. خانوم میاد از زندان بیرون قشنگ جد آباد آخوندار که میگه هیچی، جایزه صلح نوبلش هم میداره زیر بغل زندون، و اوین شده هتل اوین، 2 مرتبه تشریف میبره اون تو. بله. شما حتی شاید گذرتون به یه زندان آمریکا هم خورده باشه، زندون جایی نیستش که انقدر با آدم خوش کن، اصلا لحاظ روحیه‌ای میپکونه آدم. بله. خانم سپیده قلیان میاد دم در زندان وای میسه به اینا فوش میده، دم زندان خب ببین... همچین میکشم زیر خواست. آره. هم میگم خب با مرتبه تشریف بیار زندون. نه اونا اینو استفاده میکنن به دنیا نشون میدن، میگن نگاه کنید ببینید چه زندانیه، که این میاد جلو به در زندانی حرف رو میزنه، همه دنیا میگن بابا ما نداریم همچی زندانی. من میگم حالا ماجرا رو میگم، من درست سر جنبش مهسا بودم، یکی بودش بنده خدا کرد بودش، معلم استثنایی بچه ها بوده، بچه هایی بودن واقعا دست این وقت اسم نمیارم. این میگم به وضوح من اینو خودم دیدم، خود زندگی منم در تو بچه منم یه مثلا مشکل داشته، این حتی کمک گفتار درمانی بچه منو میکرد تو ایران. این تو یه دونه تظاهرات اونجا بودش، گرفته بودنش برده بودنش زندان تو شهرستان هم بوده، هیچ کس نمیدونه یه ماه و نیم کجاست، چجوری شد سر کله این بنده خدا پیدا شد. بچه ها بودن جناب سوربی رو دست می آوردن، این با ساعتی که این فقط این میتونست به این بچه ها قضا بده، برده بودن دمه نمیدونم دادستانی فلان اینا، گفتن این بچه ها میمیره، به خاطر این بچه ها این اجازه ملاقات به این داده بودن، این بچه ها رو میبردن تو زندان این اونجا بهشون قضا بده. اینقدر وارد بوده. بله اینقدر وارد بوده. هیچ کار هم
هم بود. بله. دیگه سکان و فلان و همچوین ها نمیدونه هم. این بچه خدا رو گفتم به خاطر این بچه ها یه دونه رضایت رو کشیدنش بیرون. بگره معلوم نبود این از کجا سردر میاد. هنوز هم زندان ها اینجوری ها. اما بیترینش یه خانم میاد بیرون جایزه نوبل هم میگیره و یه زندگی آزادی هم میگه و آخونده هم به قول شما میگن ببینید علیمی درست دیگه بهش شده. بابا این خانمه مشهدیه، لهجهش هم اسمها شیرازی هست. بله مشتریه ثابت آقای شهرام اون بایی. بله سپهری از سر قصر ایشون دوتا برادراش هم هنرپیشه شدن، نیم ساعت تو این تلویزیون نیم ساعت تو اون تلویزیون. بعد میگه که من آوردن تو بیمارستان، ببینید این خانم زندانیه، آوردنش تو بیمارستان. بعد میگه تو بیمارستان گفتم میخوام برم خونه، گفتن نمیشه. به پسرم زنگ زدم گفتم بیا منو ببر، پسرم که اومد به اونم گفتن نمیشه. گفتم خب معلومه که نمیشه، تو زندانی هستی آوردن بیمارستان، زندانی رو میبرن بیمارستان بعد میبرنش بیمارستان، مگر در شرایطی که فکر کنن حالش انقدر بده که تو بیمارستان تو زندان کشته میشه میگن برو خونه. اینم دلیل داره، میخوان مردنش نیفته گردنه زندان. همین قانونی که تو آمریکاست. شما فکر کنید آمریکایی‌ها دلشون سوخته وقتی پدر مادر من و شما پیر میشه میگه هاسپس ببرش خونه؟ هرچی هم بگی آقا شما که اینجا امکانات داری، 24 ساعت پرستار داری، من کجا ببرم اینو خونه؟ میدونید برای چیه؟ برای که میخوان تعداد مرده‌ها تو خونه شما حساب بشه، نه تو خونه، نه تو بیمارستان. من اینو تا ماجرای از دست دادن این آقای علی مسلک دو هفته پیش نمیدونستم. با حال بعد گفتن نه ببرنش دیگه، نمیشه براش کاری کنیم، ببرنش خونه. خب نمیشه براش کاری کنی، حتی اگه اینجا بمیره، خب اینجا سردخونه است، من الان ببرمش خونه، اگه خونه بمیره زنگ بزنم آمبولانس بیاد بکشو ببره بیاد دوباره ببرنش سردخونه. ولی دلیلش اینه، شما اگه بزنی به آمار این یکی رو نمیگه تو بیمارستان فرفکس کشت از بین رفته. اینا هم این داستانه، زندان من زندانی هم میخوام برم فلان. و شما والا من الان اینجا یه برنامه روشن کردم، اگه متوجه شده باشین کوت من هی دوندون میشه، دوربینای ما اینقدر خوب نیست، اینا با بهترین دوربینا با بهترین چیزا زنگ میزنن، پیام میدن، شعر میدن. آقای اکبر گنجی منیفست، فور گاد سیک منیفست، یعنی اساسنامه، اساسنامه 149 صفحه‌ای چاپ کرد داد بیرون. بعد میگن رو چی نوشتی؟ میگه این تحصیگارا رو کاغذشو باز میکردم، ببخشید به زبون خیابونی فلان ننت اگه دروغ بگی، این فیلتر کاغذ سیگار رو باز میکردی 149 صفحه منیفست رو این نوشتی. خب اینا دروغ میگن، آخوندم که حاکمه دروغ میگه، من و شما بدبخت که این وسط گناهمون برگشته تو اون منطقه دنیا اومدی. بعدم هم میگن آقا وطن باید، و میگم آقا وطن که یه خورده خاک و گل نیست، آدمای خوب هستن که این وطن رو وطن خوب میکنن، اون وقت تو دوست داری هموطن اینها باشی. آقا من دوست دارم هموطن آمریکایی باشم، دوست دارم هموطن آلمانی باشم. من چه دوستی دارم؟ یه خانم دیرو برای من از ترکیه یه چیزی فرستاده که نگاه کنید زبانش ها اینجوری بوده و شما انتقاد میکنید. میگم خانم شما اصلا فلسفه علت و معلول رو بلد نیستید، برید بخونید. امروز دست من همینجوری نمیتونم بیام بگم شکسته، میام سر کلاس دستم پیچیده، از من میپرسن چرا دستت شکسته، میگم دیروز رفتم فوتبال بازی کردم. فوتبال بازی کردن علت بوده، مفعول فعلی که واقع شده، دست من شکسته. حالا اینا هی دست شکسته رو که آخونده نشون ما میدن، میگیم بابا کی شکون، کی اینا رو نگه داشت، کی به اینا پول داد، کی به اینا معافی سربازی داد، و کی کلید ملت و دولت رو داد دست اینا رو در رفت، کسی که این همه حقوق گرفته بود این همه سال، کیفش دستش بود. مگه تو خلبان هواپیما بودی؟ خلبان هواپیما دیدی وقتی میان دو تا پیرنشون در میارن باقیش تو همون کیفه که صبح که بیدار میشن فوری بیان سوار هواپیما. مگه تو خلبان هواپیما بودی؟ تا میگفتن تق فرار میکردی میرفتی. اینا رو نمیفهمن، اینا رو قبول نمیکنن. و متاسفانه آخوندم یه کاری کرد که
که اینا از سوراخ‌هاشون اومدن بیرون و الا اینا تا 10 15 سال پیش تو سوراخ‌ها قایم شده بودن، هر کدومشون بیزینس و پولایی که دزدیده بودن انداخته بودن تو کار، کاری به این کارا نداشتن. حالا اومدن طلبکار ما هم شدن، به همه توهین. شما 57 یا میگه آقا پوفیوز تو منو میشناسی؟ من 57 مأمور حکومت نظامی بودم تو نیروی ویژه تو هوابرد شیراز تو شهر خودم، بدترین منصبی که شما میتونی داشته باشی تو شهر خودت، اسلحه دستت، سرباز هم زیر فرمان تو، وایسی روبرو مردم. تو کجا بودی 57؟ میگه من بابا جونم فرستاده بودم خارج. میگم پوفیوز تو که اینقدر تعریف میکنی از ایران، چرا تو باید تو خارج درس میخوندی؟ چرا 4 تا خارجی رو نمیوردن که به 400 نفر درس بدن؟ چرا شما رو هی عزیز نازی ها رو بورس دادن بفرستن خارج؟ کیکشم از این وسط میشین آقای بگو دیگه اسمش، زیبا کلام. این مردک زیبا کلام که امروز از ماشین های ساخت ایران ایراد میگیره، برید ویدیوشو پیدا کنید که 50 سال پیش با همون لاتبازی دانشجویی میگه بله ما صنعت خودمون باید داشته باشیم، حتی اگه آهن پارم سوار بشیم افتخار میکنیم. حالا میارش توی تلویزیون، هم جوونن مجری ها، نمیدونن، سابقه نداره، نخونده. بعد قسمت برو تحقیق کن بیا من بخوام با امید مصاحبه کنم، 2 روز میرم تحقیق میکنم که جلوی با دست پر بیا. یه کنفرانسی ما میگفتن بذاری، حالا همون انشا، ساده ترین نوع کنفرانس انشا بود، میگفتن انشا بنویسید. شما دایی و خاله و عمه و بابا و مامانتو آزار میدادی که یه موضوعی رو جمع کنی بیای بگی، تازه وقتی هم میرفتی اون جلو صحبت کنی کم بودو تو خودت بشاشی. حالا این آقایون یه دوربین گذاشته، یه پسر جوونی اومده این بر نشونده آقای علیایی نمیدونم کی، اون بر نشونده صادق و زیبا کلام. اون مرد خیلی قشنگ و منطقی میگو، میگو آقا من کاری با آخوند ندارم، تو هی داری تلاش میکنی منو بچسبونی با آخوند، گور پدر آخوند. حالا کی؟ خود این بگو اسمشو، زیبا کلامی که همه وجودش آخونده. حالا فکر کرد این حکومت مهسا و نمیدونم انقلاب و اینا پیروز میشه، خودشو چرخونده حالا توش مونده. من آقا دیگه صحبت نمی کنم، 1 ساعت و 32 دقیقه گذشته، 2-3 دقیقه شما صحبت کن ما هم خداحافظی کنیم بریم. جناب سازین من واقعا همین خیلی خوشحال شدم به من این افتخار رو دادیم که بتونم با اتون صحبت کنم. ممنونتم. من برای من سعادتی بود قربان. سعی میکنم خیلی ممنون. سعی میکنم از این برنامه‌های زنده بذارم، بعد شما ها دوستان لطف کنید آره تو فیسبوک یا تو چیز اون فالو و سابسکرایب شده اینا رو بذارید، برنامه زنده که شروع میشه برای شما لینک میفرسه. ولی این برنامه یه خواهشی از شما دارم جناب سوزی. بگو عزیزم. تو درست بودن شما و امثال آقای دادرس هیچ شکی نیست، شما واقعا بهترین انسان ها هستید. من خواستم بگم نظر شماها از اینکه دوران جمهوری اسلامی باید برود دیگه گذشته، یعنی رفته، اون جمهوری اسلامی که شما 57 بوده گذشته. من بیشتر دوست دارم امثال شماها بتونید یه جوری رابطه ماهایی که این وریم به عنوان مهاجر به قول معروف بدبختی چاره ایم با اون به قول معروف یه جوری پل ارتباط بشه. حتی من به فکرم زده بود یه شخصیتی مثل شما، حالا شاید مستقیمم نه، بتونید به عنوان یه نماینده مثلا یه حالت حتی شده رأی‌گیری به عنوان یه نماینده ایرانی ها تو مجلس ایران باشی، نه اینکه برید اونجا بگیرن اتون ها، از همینجا راه دور. بله شما تنهایی نفرسیموندن. بله خیلی ممنون. یه بار دیگه هم قبلا در این مورد صحبت کردی، حالا من دربارش بهت میگم. شما قطع کنی از خداحافظی کنم، با امید دیدار، مواظب خودت باش. قربان شما، خدا حافظ. خدا نگهدارت باشه. ممنونم که زنگ. مرسی. دوستان عزیز، با دوستمون بودیم امید از کانادا، بهش گفتم هر وقت اومد واشنگتن یه سری بزنه بیاد بشینه اینجا کنار دستمون رو با شما صحبت کنه درباره این که با اتفاقا این فکر خوبیه که یه عده از اینجا برن ایران برای این و اون صحبت کنن، بگن آقا خانم اینجوری که شما ها فکر میکنید نیست، همین آمریکای آزاد، من الان اگر 20 دقیقه است از اینجا با ماشین 66 رو بگیرم 20 دقیقه دیگه جلو وایت هستم، میتونم برم تابلو بگیرم، راه برم، فلان کنم، هیچ کاری ندارم. ولی اگه گفتم من میخوام بیام تیراندازی کنم، من میخوام بیارم شما رو دم،
چهار تا گردن کلوف منو میارن میگیرن به بدترین وضع پوش میدن به ماشینو. تو همون تو گرفتن هم اینا تکنیک داره، طرفو به در دیوار میزنن که شما اگه فیلم هم بگیری میگی ما نزدیم که، داشتیم میبردیمش، دستش خورده به در فلان، ولی پدرشو در میارن. این آمریکاست. تو فرانسه شما تظاهراتو دیدید، تو کشورهای دیگه میبینید، ولی تو ایران زیاده از حد میرن. اینو منم قبول دارم، ایران زیاده از حد میره. چرا؟ اینا تجربه پدرشونو دارن، پدر خلف آخوندا شاه، دیدن شاه نیروی ضد شورش نداشت. مردک انقدر نادان بود فکر میکرد همه ایران دوستشن. من همش اون بالا رو نگاه میکنم، اینو بذارم پایین که دیگه دوربین اونجا رو نبینه. بله، فکر میکرد که همه ایران دوستش دارن. میگو اون 1% و 2% قلیلی هم که منو دوست ندارن اینا خائنن. در صورتی که باید میگو آقا اونایی که منو دوست ندارن بیان تو میدون آزادی وایسن حرف بزنن، اونایی که منو دوست ندارن بیان یه نامه بنویسن به من بدن، من میشینم میخونم. مردک دیوانه بود، مالی خولیا داشت، دیپلم نگرفته بود. اون احمقای شاه اللهی که میگن شاه سوئیس رفته، خب این شاه سوئیس رفته شما که نمیدونم میختویله میکرد کنه اینو، این شاه سوئیس رفته شما که زندان و شکنجه و سابک و اینا رو داشت، خب خجالت بکشین. حالا سوئیس رفت چه کار؟ برید بخونید داستانهای سوئیسش، پرستارش حامله کرده، اون پسره رو زده، بعد رفته دنبال همجنس بازی و همجنس گرایی، آقای ارنست پرون برداشته به عنوان شوهر خودش آورده ایران. بابا هم اینو دیده ازش عصبانی شده، گفته تو آدم باشو نیستی، مدرسه خوب نیست، بیا برو ارتش. ولی بابای اینجا نامردی کرده، کسی که دیپلم نداره که تو نباید بفرستیش دانشکده افسری، باید بفرستیش آموزشگاه نظام، مدرسه نظام، تا اونجا همجنسای خودش حسابشو برسن. وقت تازه وقتی میاد بیرون نمیداد چی میشه، گربان ستوان چیه، نه که یه دفعه بزرگ ارتشداران. آخه مرده که تو از اینجا تا اینجا زنگوله آویزون کردی به خودت، خودت کردی درخت کریسمس، برای چی؟ خودت کردی درخت کریسمس، تو کدوم فتوحات شرکت کردی؟ جنگ ممستنی بودی؟ این همه آدم رو کشتن و فلان بیسار و اینا. اینا رو شاهولایی ها تحمل ندارن صحبت کنه. یکی از این شاهولایی ها که خیلی خوشحالم که آقای کیان حاجی درویش، خیلی دیر رسیدم آخر، نه ایزان مهم نیست، بعد چیز کن، بعد نگاه کن، اگر دوست داشتی پیام بذار، احتمالا شماره تلفن ما میاد رو صفحه. بله دوستان، امروز سه شنبه این برنامه فوق‌العاده تقدیم به یکی از دوستان من به خاطر درگذشت مادرش، که این دوست ما همیشه تلویزیون مردم رو حمایت میکرده و ما هم به این رقم به این شکل قدردانی میکنیم. گفتم بهتون همون دوربینی که تو تعمیرگاه هست، این دوربین هم وقتا 30 سال 40 سال کار میکرد، حالا شاید هم از بس باش کار نمیکنیم خراب میشه. در اصل همین دوربین رو این خانم برای تلویزیون خریده بود. بله خب، آقای فردوسی توس، پادشاه فقید. بگو فقید، پادشاه فقید یعنی چی؟ کلمه فقید از مفقود میاد، مفقود یعنی گم شدن، گم شده شاه. این چیه پادشاه فقید؟ توی برنامه زنده پادشاه فقید، خب چی؟ یا میگن جاوید شاه. خب خیلی باید احمق باشی که به یه شاهی که مرده شما بگی جاوید. این قد یک کارگر عمر نکرد. پدر بنده ای که همه عمرش کارگر بوده، با آهن سرد تو زمستون، آهن گرم تو تابستون، این بیچارگی ها، این نبودا، این کمبودا کار کرده، 67 سال عمر کرده. چاپیت شاه شما 61 سال دولنگش رفت هوا، که همه میگن ایدز گرفته به خاطر همون ارنست پرون و دیگران. نکنید این کارو،
خب حالا دلت خوش اومدی اینجا، اوکی، من خوشحالم که شما رو راه میدیم بیاد اینجا، اصلا یه روز بیا مهمون من باش، من عکستو نمیبینم از اینجا، معمولا اینا عکس خودشون هم نمیزنن، حالا شما اگه عکس خودت زدی که خیلی خوب. خب دوستان ممنونم از یکایی که شما با وجودی که تعداد زیادی اینجا نبوده، ولی ازتون خواهش میکنم که لینک این برنامه رو بعد از برنامه بفرست. بله، میگه که به هر دین یا هر روشی یه فاتحه بفرستید. آقای حاجی درویش، این همه فاتحه شما فرستادید، به کجا رسیدید؟ اصلا این فاتحه یعنی چی؟ این فاتحه یعنی وقتی که اون مردک یا اون خانمی که پول گرفته بیاد حرف بزنه، حرف کم میاره، یا وقتی که میخواد از اون سفره دزدی کنه، چیزا رو بذاره تو جیبش ببره، به دیگران میگه یه فاتحه بخونید تا این بتونه اونا رو بدوزه. یعنی چی؟ اللهم صل علی، اوکی، خب بخوندم، چه حالی برای شما عوض میشه؟ چه توفیری میکنه؟ شما برو از صبح تا از 70 رکعت نماز بخون، هیچ دردی دوا میشه؟ هیچ مشکلی از زندگی حل میشه؟ شما بیا یه روزی با من بشین بحث خدا و پیغمبر، وجود خدا، ببینید این داستانای علکی. یه روز میگن از گندم دزدیدن توی بهشت، یه روز میگن سیب دزدیدن، یه روز میگن مار بوده، یه روز میگن اژدها بوده، از لحاظ تاریخ که گند زدن، گفتن 6000 سال پیش خدا نشسته در 6 شبان روز دنیا رو آفریده، بعد گفت روز چهارم من خدا رو خورشید آفریدم. ازش میپرسن آقای خدا قربونت، شما اگر اون موقع هنوز روز و شبی نبوده، خورشیدی نبوده، از کجا فهمیدی روز چهارم بوده خورشید آفریدی؟ اشکال داره عزیزم، اشکال شما اینه که تا یکی ازتون سوال میکنه میگه حالا یه صلوات بفرستیم، حالا یه فاتحه بفرستیم. به این کلمات میگن فیلرز ورد، یعنی کلماتی که معنی و اینا نمیده، همچه قاطیه، فقط ما میذاریم. تو چاپخونه ها دیده بودی حروف سربی که میذارن، یه چیزایی بود مثل اسپیس بود، اینه میذاشتن که فاصله باشه بین کلمات، ولی چیزی نمینوشت. شما داری از اونایی که چیزی روش نیست استفاده میکنی. یه روز زنگ بزن مهمون برنامه باش، قشنگ بگو من میخوام درباره وجود خدا، پیدایش آدم و حوا، دنیا، درست شدن دنیا صحبت کنه، با هم صحبت کنه. ولی اینجا ما بشنیم احاک. خب به روش ادیسون و انشتین بخونیم فدات شم. نه اگه شوخی هم، شما اهل شوخی و کمدی و اینا باشی، یه ویدیو درست کن. کمدی چیز خوبیه. آدم ها احتیاج دارن بعض وقتا بخندن، خوشحال بشن. من هفته پیش جمعه مراسم ختم دوستم آقای علی مرشد مسلک بود، شنبه رفتم برنامه ماز جبرانی. بعضی ها میگفتن ما نمیدونستیم بیایم نیام، گفتم چرا نیام، گفتن آخه تو این شرایط، گفتم گوش، برای سربازی که داره میجنگه خواننده میفرسن، کمدین میفرسن اونجا که بره اینا پر انرژی بشن. حالا من و تو که اینجا هستیم از صبح تا شب این همه اخبار بد گوش میدیم، میخونیم، دیپرس میشیم، لیاقت نداریم یه ساعت و نیم، دو ساعت بیاییم یکم بگیم، بخندیم، که تازه همین برنامه حول و حوش همین ماجراها میچرخه. برنامه بسیار خوبی بود، ماز جبرانی، تهران و امیر کی. امیر کی دوباره دسامبر میاد واشنگتن، منم اگر اسایمنت نداشته باشم خوشحال میشم برم، جوان خوبی. خب اوکی. آقای فردوسی، شاهنشاه آریامهر را دوستی دارم یا دوست میدارم، ببخشید نمیخوام بگم دوست داشته باش تا جونت در بره، خیلی هم هیتلر دوست دارن، خیلی هم خمینی رو دوست دارن. من اون چیزی که نمیفهمم اینه که یه نفر چقدر احمق باشه مثلا بره دکون بقالی اونجا بگه آقا نیم کیلو کاهو، ضمناً من شارم دوست دارم. خب
خب اون میفهمه شما خولی، الان من فهمیدم شما خولی، مجبورم بلاکت کنم، یا بلاکت میکنم یا خودت این مزخرفاتی که نوشتی پاک کن. حالا ببینم چقدر زبلی پاک میکنی وای میسی، یا احمقانه کار میکنی تا من بلاکت کنم. این هم یه نمونه از زیرک بودن شما شاه اللهی. و تویی که میگی من شاه رو دوست دارم، قولت میدم تا امروز یه نامه ننوشتی برای این پسر عقب افتادهش که پسر شاهی که من دوست دارم برنامه تو چیه الدنگ. ولی من سه مرتبه ازش پرسیدم فیس تو فیس، رو در رو، خجالت بکشید. پاک کردی یا بیام سراغه؟ بله. اوکی، مرسی از دوستان دیگه که اینجا بودن. ما بریم، ما از بندر عباس ایران کلاسمون به شما آمریکایی‌ها نمیخوره. کاکو آه بندر عباس، من میمدم بندر عباس، من با وجود که راننده، با وجود که دبیر هنرستان بودم، پول نمیدادن که، نه تو دوره شاه به معلم حقوق دادن، نه تو دوره خمینی. من از همین میگم اینا فرزند خلف اون هستن. ما مجبور بودیم خیلی از معلم ها رانندگی شهری، تاکسی، ماکسی، من چون گواهینامه یک داشتم رانندگی اتوبوس تی وی تی انجام میدادم. از شیراز دو بعد از ظهر حرکت میکردیم، میومدیم بندر عباس، میخوابیدیم، فردا ظهر دوباره از بندر عباس حرکت میکردیم، میومدیم. جای بسیار قشنگ و زیباییه. ای کاش یکی از این احمقای زمان شاه به جای رفتیم جنوب فرانسه، میومدن بندر عباس رو آباد میکردن که من و شما هم چشمم چشی اونا بریم بندر عباس. بله درست ها، خوشحالم. و بله سیاست مزاری از افرادی که مردم میان خدمت کردن در همه وجود ندارن. آقای فردوس، شما یه روزی اگه مرد شدی، انسان شدی، بیا به من بگو در چه کلاسی به شما درس وطن پرستی دادن، در چه کلاسی درس میهن دوستی دادن. برو فکر کن، با من تماس بگیر. تماس با ما هم خیلی ساده است: info@mardomtv.com، فیسبوک، تلفنمون، لینکدین و اکس. و اما اکس، خب من اینو ببندم چتو، بیام اینجا ببینم پاپولار چت فرام مادریشن اکتیویتی. نه نمیبندم، بذار باز باشه. آقایی بود اینجا به نام کیانوش سنجری، در تلویزیون آمریکا کار میکرد، یه دو بارم دعوا و اینا داشتن با آقای عزیزان سالهای 2000، 20 چند سال پیش. و و من سعی کردم میانجیشون باشم، دیدم نه اینا دوتا جوانن، کاری به چیزا ندارن، ولیشون کردیم به حال خودشون. بعد معلوم شد که این آقای کیانوش سنجری چون جوانی بود و خوشرو و اینها، زنایی که توی وایس آمریکا بودن، نه همشون، گویا یکی از اونها میخواسته خرسواری کنه، رفته طرف اینو، این رفته بود سو کرده بود و فلان اینها. بعد خلاصه مجبور شد اینجا رو ول کنه بره ایران. ایران که رسید گرفتنش و انداختنش زندان و حکمش 11 سال زندان بود. گویا یه مدت شرف، یه مدت آزار، برگشت بیرون. اوکی؟ حالا بذارید من روی اکس براتون کیانوش سنجری رو نشون بدم و بگم که امروز که من شما با هم صحبت میکنیم، این آقای کیانوش سنجری چرا میخواد صفحهشو بفروشه؟ ما شنیدیم بعضیا کلیهشونو میفروشن، بعضیا نمیدونم قرنیه چشم میفروشن. این آقا بخونیم با هم. کیانوش سنجری، روزنامه نگار، در پیامی که در حساب کاربری خود در ایکس، توییتر سابق، منتشر کرده، از فروش پروفایل خود در این شبکه به دلیل برکناری از کار و معیشت به علت دیگر اندیشی، فقط فقر و نیاز به خرید آذوقه و هزینه درمان خبر داده است. کیانوش سنجری فعال دانشجویی و روزنامه نگار ایرانی است که سابقه چندین بار بازداشت و زندانی شدن دارد. خیلی متاسفم که مملکت ما به جایی رسیده که زندانی بودن و سابقه داشتن و اینها شده یک
کردیت، یه اعتبار. ولی من به شما میگم، ایشون میگه که بذارید من اینو، خب این آقای جناب سوربی 3 سال است که میشود در لایو یوتیوب اسکرام، باریکلا شما 3 سال از ما پیشتری، ما 3 سال پیش هم گفتیم، شما اون موقع نبودیم. خب اینم ما باز پاک کنیم. آقای فردوس توس، دیگه اگه چیزی بنویسی این بار، این بار دیلیت چیز میکنم، بلاکت میکنم. حالا ببینم چقدر باهوش هستی، میخوای وایسی اینجا یا دوست داری با تیپا بندازیم بیرون، یعنی بی احترامی کنیم به اینم. از این، از این. خب بله، آها، خب شما اون بالا چیزی که نوشتی من اگر خونده بودم همون اول بلاکت میکردم، ریپورت و هید و بلاک رفتی دیگه. اوکی، هید یوزر آن دیس چنل. آره، برو به سلامت، برو یه جای دیگه خوش باش بدبخت، برو جایی رو که دوست داری. و اما برگردیم این آقای کیانوش سنجری، اولا صفحه اکس رو که به نام خودته چند میخوای بفروشی؟ شما میتونی پیج فیسبوک رو بفروشی، ولی من نمیدونستم که صفحه اکس رو میتونی بفروشی. گویا 91,000 تا چیز داره، چی میگن؟ آخه این دوست هم که میگیم، لیست هم که میگیم، یه مشکلایی به وجود میاره. اوکی، اینم این، یه دونه دیگر هم اینجا هست. بسیار عالی دوستان، اینو بهتون نشون دادم، این توی صفحه اکس هست، بذارید بغلش دورشم اکس هم بهتون نشون بدم. اگه یه وقت خواستید صفحه ایشونو بخرید، برید بخرید. ولی اونی که میخواد صفحه اینو بخره، میخواد چیکار کنه، چجوری از صفحه به اسم دیگه پول در بیاره، اونم به اسم شخصی، I don't have any idea، من نمیدونم. این یکی، تلویزیون من و تو قرار است بسته شود، همه جا خوندیم که بسته شد. نه عزیز من، گویا تا آخر امسال بازه، قرار بسته شود و هیچ دلیلی دیگه برای باز بودنش نبود. شما نگاه کنید، همه تهیه کننده ها رو از پشت آوردن، از اون آقای پوتکین، از اون آقای فلان، اینا رو آوردن اینجا. آخرین دیگه چیشون این بود که ما کراوات میزنیم که با مردم ایران هم درد باشیم، چون حالا کراوات میزنن. کراوات هم کمکشون نکرد. تلویزیون من و تو رو میگن به وسیله آگهی ها باز کردیم، ولی آقای حسن اعتمادی گفت خودش و پسرش و دخترش تلویزیون من و تو رو با کمک پول پنتاگون تأسیس کردن. خب اینجا خبرنگارم که حاضر نیست بره خبرنگار تو ایران، کلک زده آقا فرشید رشتی به مردم، شما خبرنگار خوب تلویزیون من و تو هستی. اون احمد هم فیلم میگیره، نگاه کن امروز دوتا تخمه خوردم، اینجا هم جوش زده. خبرنگار خوب برای تو، من میفرستم برای خبرنگار خوب برای تو، گزارشگر خوب. میگه احمد، ما به تو میگیم تو گزارشگر خوب هستی، تو که دیگه قرار نیست به ما بگی گزارشگر خوب، بگو این کوفت رو میفرستم برای تلویزیون من و تو. اینجوری که ادامه نمیده وقتی مقابل تلویزیون اینترنشناله، تلویزیون اینترنشنالی که بابک اسحاقی که با من مصاحبه کرد و میگه باید بچه های فلسطینی رو کشت، امروز در اسرائیل داره برای شما گزارش میده. آقای فرداد فرهزاد که حرف ها در موردش بود که خانم ها را اونجا آزار جنسی میرسن و اینها، بلند میشه میره اسرائیل. خب دوستانی هم هستن که اونجا کار میکنن با پول در بیارن، آقای اردوان روزبه، بچه هاش، اینا همه جزء گروه خبری هستن. ولی اینا تا پول دارن، تا پول داری رفیقتم، رفیق بند کیفتم. وقتی کیفت کهنه شد و بندش پاره شد، افتاد و پولی دیگه نداشتی، یکی یکی دوستان میرن از کناره. به زودی تلویزیون های دیگه هم بسته میشه، هممون میریم به همین سراغ این کار. بهتون گفتم یه برنامه دیدم از آقای فرزاد نیساری، واقعا دلشکسته شدم.
چون گذاشته بودنشم روی اینستاگرام، شما نمیتونی ببریش جلو و نمیتونی بیاریش عقب. و اونجا بهش گفتم آقای نیساری تو رو خدا برای خودتون ارزش قائل بشین، حالا که اینجا مثلا خورشت قیمه میدن مجانی، همه تون نرین صف بکشید اونجا وایسی. خورش قیمه میخوای بابا این بر خیابون رستوران ایرانی یه خورش قیمه بهتون میده 10 دلار. امیدوارم گوش کنن. خب دوستان عزیز، برنامه من این بود. یک بار دیگه درگذشت مادر دوستمون رو که گلپا هم بود و درگذشت خواننده گلپا رو به همه دوستدارانشون تسلیت میگم. دوستان با درگذشت افراد و اقوام بهتر چیز کنید، دیل کنید، خودتون رو اذیت نکنید، افسرده نشید. این نظم زندگیه و این شطوریه که در خونه هممون خواهد خوابید، یکی امروز یکی فردا. ولی خوشا آنان که با عزت به گیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. روز روزگار بر شما خوش، به امید فردایی بهتر، آیندهی روشنتر. مرسی که با ما بودید، با تلویزیون مردم بودید. تلویزیون مردم، مردم تیوی، بنویسی همه چیش میاد بیرون. مرسی، با امید دیدم. نوشته بنده خدا کیانه، بله نوشته بنده خدا سه طلاقه شد، خدا نگهدار. بله با امید دیدم. من معمولا میگم با امید دیدم چون خدایی نیست که نگهدار باشه. خدایی میخواست نگهدار من و شما باشه. این همه به قول خودش فتبارک الله احسن الخالقین تولید کرده، ساخته، ببین چجوری داره میکشه چپ و راست. پس خدا درمونده شده. اگه خدای قوی هم بوده درمونده شده الان. همین، امیدوارم باشیم که همدیگر رو ببینیم. مرسی مرسی مرسی.